به نام خدا و با سلام و تحیت و ادب خدمت شما مخاطبان عزیز، و با عرض تسلیت به قربانیان جنبش جاری مردم ایران که گناهی جز طرح مطالبات و خواسته های ناکام 40 ساله ندارند. متاسفانه کاری از بنده و امثال بنده هم بر نمیاد جز اینکه ابراز تأسف کنیم از این اوضاع و به خانواده های قربانیان و داغدیدگان تسلیت بگیم و از طرف دیگر هم ابراز تأسف کنیم از اینکه متاسفانه گوش رهبران نظام جمهوری اسلامی و به طور خاص آقای خامنه ای که رهبر عالی نظام هست و همه چیزها با او به او ختم میشه و در واقع نظام اسم مستعار ایشونه، تذکرات خیرخواهان این مملکت هم متاسفانه گویا هیچ فایده ای نداره و به گوش ایشان نمیرسه و شنیده نمیشه و به هر حال ترتیب اثر داده نمیشه. هرچند من خودم نه طرح دعوت از علما و مراجع و فقهای شیعه رو از در حوزه‌های علمیه دیگه چندان مفید نمیدونم و این رو قبلا گفتم و نوشتم، و نه اینکه اگر هم حرفی صحبتی بزنیم به جایی میرسه و کسی باز هم از اون بر گوش شنوایی پیدا میشه، ولی با همه این حرفا واقعا باید از این جهت هم ابراز تأسف کرد که چگونه است که بسیاری از روحانیون علمای اهل سنت ایران که در گذشته یا اصلا فعال نبودن یا چندان فعال نبودن در این زمینه ها، عموما طبق روش و منش سنتی معمول تاریخی خودشون به امور جاری روزمره سیاسی و کشور و مملکت چندان نمی پرداختن، در این چند ماه اخیر می بینیم که مولوی ها ماموسته های مناطق سنی نشین کردستان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان با تمام قدرت، با تمام توان و با صراحت به میدان آمدن و در کنار مردم مظلوم و مردم ستم دیده و مردم مطالبه جو که خواسته های خودشون رو مطالبه میکنن قرار گرفتن و با خواسته های اونها همراهی و همدلی میکنن و از حقوق اونها دفاع میکنن، که این یک بشارت بسیار خوبی است برای آینده ایران که حالا الان جای طرحش نیست. ولی واقعا از این که من میبینم تقریبا تمام علمای اهل سنت، روحانیون اهل سنت، امام جمعه های بانفوذ و در رأس همه اونها مولوی شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید در زاهدان که امروز تقریبا بلند پایه ترین مقام دینی و مذهبی اهل سنت ایرانه و گویا در مناطق دیگر سنی نشین هم اعتبار داره، نفوذ داره و حرفش شنیده میشه، اینها امروز وقتی به میدان آمدن از دو جهت مایه خرسندی است. یکی از جهت دفاع از حقوق مردم، کاری که در گذشته برخی، البته نه همه، بخشی از علمای شیعه بر عهده داشتن و امروز عموما ساکتن و افرادی که ساکت نیستن یا اعتراض میکنن محدودن، اما امروز اهل برعکس شده، امروز علمای اهل سنت در میدانن و با صراحت تقریبا یک پارچه در کنار هم دیگه قرار گرفتن، مطالبات مردم رو بیان میکنن، خواسته هاشون رو به حکومت منتقل میکنن، اعتراض میکنن، پیشنهاد میدن، خیرخواهی میکنن. خب یکی از این نظر مایه خرسندی است و جهت دیگر هم اینکه علمای اهل سنت به میدان آمدن با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران اهل سنتن، سنی مذهبن
و مخصوصا در نقاط حساس مرزی زندگی میکنن، بخشی در آذربایجان غربی، در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در خوزستان، در این مناطق مرزی حساس زندگی میکنن. خوشبختانه همه اینها امروز صداشون صدای تجدید طلبانه و صدای جداسری و فرقه گرایی اصلا نیست. همه وقتی کردستان ماجرای مهسا امینی شروع شد، از همونجا بلافاصله تهران و اصفهان و شیراز و سیستان و بلوچستان و گیلان و مازندران و شمال و شرق و غرب همه جای ایران گفتن کردستان، عرض کنم که تا تهران جانم فدای ایران، خوزستان تا تهران جانم فدای ایران، خوزستان کردستان تا گیلان جانم فدای ایران. یعنی دیگه تمام مناطق ایران یک پارچه شد و این به نظر من در مرحله اول محصول اون جنبشی بود که از مرگ یک دختر جوان در کردستان شروع شد و بعدش هم در مناطق اهل سنت آمدن حمایت کردن، علمای اهل سنت آمدن حمایت کردن و همه هم آمدن از کل خواسته های ملت ایران حمایت کردن، نه فقط از گروه خودشون، گروه مذهبی خودشون یا گروه قومی خودشون. و این به نظر من بسیار بسیار جای امیدواریه و من شخصا از این نظر در میان همه این غم و اندوهای فراوانی که داریم، از این نظر من خیلی خوشحالم که این جنبش در این دفعه دیگه برخلاف اون چی که حکومت تبلیغ میکنه که نمیدونم خطر تجزیه است و اینا، همه تجزیه طلبن و از این حرف ها. البته البته به لحاظ تاریخی و اینکه افرادی محدودی باشن در همه مناطق مرزی حتی غیر مرزی خواهان جدا شدن یا استقلال خواهی باشن، این سابقه تاریخی نشون میده که دور از واقعیت نیست. اما اینکه خواسته های مردم ایران حتی در مناطق مرزی ایران، سنی ها، کرد ها، نمیدونم بلوچ ها و دیگران، این خواسته هاشون از سر تجدید طلبی باشه، خوشبختانه این دیگه تقریبا به تاریخ پیوسته و به صورت یک امر موهومی هست، فقط برای بهانه ای هست برای سرکوب این به اصطلاح قوم ها و این بخشی از مردم ایران، که امیدواریم همین روش و همین منش ادامه پیدا کنه و این همبستگی ملی که این دفعه ظاهر شده ادامه پیدا بکنه. اما از اون ور باید تأسف خورد و ابراز تأسف کرد از اینکه مراجع و علمای شیعه که در گذشته بخش های از اون در کنار مردم بودند و مطالبات مردم رو بازتاب می دادن، امروز تقریبا به طور کامل سکوت کردن و حرف نمی زنن. حالا به هر دلیلی، یا حرفشون رو فکر میکنن فایده ای نداره، گوشی شنوایی نیست، امیدی ندارن، یا نمیدونم ملاحظات صنفی دارن، ملاحظات مادی دارن، منافع دارن، نمیدونم انگیزه های اعتقادی دارن، هرچی هست. الان من وارد تحلیل اون نمیخوام بشم. و جمهوری اسلامی هم که متاسفانه در طول این 40 سال نشون داده که جز اعدام درمانی راهی برای مقابله با خواسته ها و مطالبات ملی نداره. به این سنت سیعه ایست که 40 سال است که ادامه پیدا کرده و 40 سال است که همچنان ادامه پیدا میکنه. و وقتی جمهوری اسلامی با مخالفت های جدی و حتی غیر جدی مواجه میشه، راهش سرکوبه، بگیر و ببند و محدودیت و شکستن قلم ها و عرض کنم بریدن صداها و زندان و تبعید و اعدام و امثال این حرفا. و اشتباهی که جمهوری اسلامی میکنه، فکر میکنه که این نسلی که امروز تو خیابونن، اینها همون نسلی هستن که مثلا در دهه 60 بعد از انقلاب مثل مجاهدین، مثل بخشی از جریانات چپ یا گروه های دیگه که برآمده از انقلاب بودن، در واقع نسل انقلاب بودن، با انگیزه های دیگری آمده بودن با جمهوری اسلامی مقابله میکردن. امروز جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی میکنه و به نظر من، و اینکه فکر کنه که این نسل را هم میشود با داغ و درفش رو بگیر و ببند و اعدام میتواند آرام کند، به نظر میاد که دیگه این چنین نیست. به خصوص در طول این 43 سال هم دیگه فاصله حکومت و مردم به اونجا رسیده که دیگه آشتی کردن بین حکومت و مردم دیگه بسیار دشواره. به صورت تنها راه نجات مملکت، تنها راه نجات
من باز از موزه خیرخواهی خودم دارم میگم، در گذشتم بارها گفتم نوشتم، حتی به صورت نامه های سرگشادهی به آقای خامنه ای نوشتیم، از موزه خیرخواهی برای نجات ایران، برای نجات مملکت، برای جلوگیری از خونریزی، برای جلوگیری از خشونت بیشتر و حتی برای بقای خود آقایون هیچ راهی جز تغییر مسیر نداره. و حتی خوشبختانه حالا قبلا آقای رستن موسوی بارها گفته بود، اخیراً هم خوشبختانه اطلاعیه داده گفته و دیروز هم آقای کروبی باز بیانیه داده گفته و دیگران خیرخواهان همه گفتن، آقای خاتمی بارها گفته، ولی خب متاسفانه هیچ گوشی شنوایی نیست. ظاهراً بنابراین این گذاشتن که حالا نمیتونن با تهدید و تطمیع و امثال اینها این جنبش رو خاموش بکنن، حالا دوباره با مثل دهه 60 به اعدام رو آوردن و دیشب ظاهراً اولین جوان 22 ساله این کشور رو که با هیچ معیار فقهی و شرعی و قانونی و اخلاقی محکوم به اعدام نبود، حتی اگر جرمی هم مرتکب شده باشه عرض کنم که محکوم به اعدام نبود و در این حال متاسفانه به چوبه دار سپردن که باید به خانواده داغدارش تسلیت گفت. در هر صورت من فقط میتونم این جمله رو بگم و از این قسمت بحثم عبور کنم، چون به عزت چون نبخشیدی به ذلت میستانندت، چرا عاقل نیندیشد هم از آغاز پایان را. هرچند آغاز ما نیستیم، الان دیگه وسط کارم نیستیم، 43 سال گذشته این شیوه نام غیر مرضیه ادامه پیدا کرده، ولی احتمالاً ما در آخر خط هستیم، یعنی جمهوری اسلامی دیگه در آخر خطه. ولی با همه این حرفا اگر فرصتی باقی مونده باشه که من تردید دارم، اگر فرصتی باقی مونده باشه باید با آقای خامنه‌ای و دیگر دستنداران گفت که اگر به عزت نبخشیدی، اگر در موقعی که قدرت داری هنوز ابزار قدرت دست شماست، هنوز توازن و قوا به نفع شماست، هنوز در چشمانداز کوتاه مدت احتمال سقوط رژیم نیست، در احتمال کوتاه مدت تا هنوز واقعا دیر نشده یا بیش از این دیر نشده، بجنبید، با مردم سر آشتی بگیرید، با مردم راه رفق و مدارا را در پیش بگیرید، خواسته های به حق اونها رو بشنوید و خواسته های اونها رو عملی کنید. این راه نجات خودتون و مملکت و جلوگیری از خونریزی بیشتره. امیدواریم که باز گوشی شنوایی پیدا بشود. ما که تریبون دیگری نداریم، به هر حال گاه به گاهی که فرصت صحبت پیدا کردن باشه و از طریق مجازی دیدگاه خودمون رو میگیم یا احیانا گاهی یه چیزی که می نویسیم در اینجا و اونجا منتشر میکنیم. اما برگردیم به عنوان صحبت ما که احتمال داره که با توجه به اینکه بخش از وقت رو هم از دست دادیم، احتمال داره که این بحث امشب تمام نشه و این فصل ما به جلسه بعد موکول بشه و بعد از اون البته یه جلسه دیگه خواهیم داشت. بدین ترتیب می شود گفت که احتمالاً دو جلسه بعد از این خواهد بود که این بررسی زندگی نامه زنده‌یاد مرحوم مهندس مهدی بازرگان به پایان میرسه. خب همون گونه که اعلان شد، عنوان بحث ما فصل مربوط به نقد و یا نقدهایی هست که بر مرحوم مهندس بازرگان وارد شده و وارد کردن. خب میدونیم مهندس بازرگان به دلیل عمر تقریبا طولانی و به دلیل تقریبا 87 سال و به دلیل تنوع افکار و آثارش و همون گونه که قبلا هم در زندگی نامش گفتیم، هم در بررسی به اصطلاح اندیشه ها و آرای او گفته شد، در عرصه های مختلف بازرگان سخن گفته، نظر داده، تر داده، پیشنهاد داده، نظریه پردازی کرده، هم در عرصه نظر هم در عرصه عمل، همون گونه که در قسمت های قبلی گفته شد. بنابراین خب چنین آدمی طبیعیه که با این کمیت آثار و افکار و اثرگذاری و با این کیفیت افکار و آرا و اندیشه و تنوع اونها در عرصه های مختلف، طبیعیه که مخالف داشته باشه. کسی که فکر میکنه همیشه میتواند که مخالف داشته باشه، اصلا به طور طبیعی، چون وقتی که شما فکر نمیکنید هیچ فکری نمیکنید، یا اصلا در عرصه جامعه حضور فعال ندارید، اثرگذار نیستید،
خب طبیعیه که مخالفم نداشته باشه. پدر مادر من در زندگیشون مخالفان اجتماعی نداشتن. حالا یه مخالف خانوادگی داشته باشن، ممکن برادر با برادر اختلاف نظر داشته باشه، خواهر با خواهر، خواهر با برادر، عمه با تایی. خب یه اختلافات خانوادگی، یه اختلافات محدود همه جا هست. این بین بشر اصلا اختلاف یک امر کاملا طبیعیه دیگه، در هر سطحی باشه. اما منظور ما از اختلاف یا مخالفت ها، اختلافات نمیدونم برادر با برادر، خاله و عمه و نمیدونم مخالفت مردم با کت خدای ده نیست، تا اینجا منظور یک سری اختلافات فکریه، یا یک سری نقدهای فکریه، یا سری نقدهای سیاسیه، یا سری نقدهای اجتماعیه. هر کسی گو هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کسی به میزانی که در جامعه وزن بیشتری داره، اثرگذاری بیشتری داره، در عرصه های مختلف در جامعه حضور داشته، به همون میزان میتواند مخالف داشته باشد. حالا این معنیش این نیست که مخالف لزوما درست گفته. نه، مخالف میتونه که یکی درست بگه، یکی نادرست بگه. یه در یه مورد درست گفته باشه، در یه مورد دیگه نادرست گفته باشه. اونو دیگه باید با یه معیارهای دیگری این نقد و بررسی ها رو، انتقاد ها و ایراد ها رو بررسی کرد. بنابراین هر کسی که فکر میکند لزوما به حرفهای تازه‌ای میرسد، به اندیشه تازه‌ای میرسه. کسی که فکر نمیکند هیچ وقتی به حرفهای تازه‌ای نمیرسه. کسی که حرف تازه میزند، سخن تازه میگه، تابوش شکنی میکنه، سنت شکنی میکنه، اندیشه های تازه ارائه میده، یک نوآوری میکنه، یک عرض کنم که سنت هایی رو میشکنه، یک بنبست هایی رو میشکنه، در هر عرصه ای، علم باشه، سیاست باشه، فلسفه باشه، هنر باشه، دین باشه، نمیدونم، در هر عرصه ای که فعال هست، اثرگذار هست، بخصوص حرف تازه ای که میزنه، طبیعیه که یه مخالفت یه دیر برمی انگیزه. به خصوص اگر کسی حرفای تازه و نوعی بزنه که به نوعی با اون فرهنگ سنتی جامعه، حالا یا مذهبی یا غیر مذهبی، مخالفت بکنه. خب پیداست که به میزان نوآوری او، مخالفت او هم جدیتر خواهد بود. تو جامعه معمولا کسانی که سنتی فکر میکنن، در چارچوب بسته یه تسلب‌های سنتی میاندیشن و عمل میکنن، همیشه از نوآوری وحشت دارن، همیشه از حرفای تازه وحشت دارن. این به طور طبیعی حال از عرض کردم، بحث این نیست که اون کسی که نوآوری کرده حتما درست گفته، حتما صحیحه، حتما حق بوده. اون کسانی که مثلا سنتی فکر میکردن یا باش مخالفت کردن لزوما باطل بودن. نه، الان فقط دارم توصیف واقعیت میکنم. میخوام بگم همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده. به همین دلیلی که مصلحان اجتماعی همیشه وقتی که اومدن حرف از اصلاح اجتماع زدن، تغییرات اجتماعی زدن، همیشه با مخالفت‌های جدی مواجه شدن. پیامبران وقتی که آمدن حرفای تازه دادن، سنت شکنی هایی کردن، نوآوری کردن با دین گذشتشون، با آیین سنتی مردمشون، با خلق و خوی مردمشون مخالفت کردن و اونها رو به راه دیگری دعوت کردن، با مخالفت ها مواجه شدن. همیشه همیشه ای تاریخ اینجوری بوده. الان هم همینطوره. خب حالا وقتی کسی مثل مهندس مهدی بازرگان پیدا میشه، 87 سال عمر میکنه و بیش از نمیدونم 300 تا کتاب و جزوه و رساله منتشر میکنه، از تقریبا 20 و چند سالگیش قلم به دست میگیره، مینویسه، تا آخرین لحظه چند ساعت قبل از مرگش هم قلم در دستش مینویسه و همواره گفته و نوشته و در عرصه‌های مختلف حرفهایی برای گفتن داشته، طبیعیه که مخالف داشته باشه. بعد به خصوص اینکه بازرگان همونجوری که قبلا توضیح داده شد فقط اهل حرف نبود، یعنی اینجور نبوده که فقط بیاد بشینه در یه گوشه بشینه و مثلا فرض کنید که بسیاری از علما و بسیاری از متفکران و بسیاری از فیلسوفان و اینها فقط در یک محله خاصی حرفایی زدن که یک مخاطبان خاص داشتن. حتی اگر نوآوری هم که کردن، نوآوری هاشون در یک عرصه‌های محدود خاصی بوده. بالاخره کسی که با مولا صدرا مخالفه، این مخالفت‌های عرصه جامعه و مردم رو در بر نمیگیره. کسانی با مولا صدرا مخالفت میکنن که در چارچوب فلسفه اسلامی فکر میکنن، مطالعه میکنن و اینا چند درصد هم بیشتر هم نیستن دیگه. میگن خیلی خب آقا مولا صدرا مثلا اینجا اشتباه کرده، حرکت جوهریش فلان اشکال داره. خب حالا شما عرض کنم هرچی هم ایراد بگیرید بازتاب اجتماعی نداره. فقط در میان اهل فن که نیم درصد یک جامعه هم نمیشن، اصلا عددی به حساب نمیان، فقط اونها هستن که
عرض کنم که متوجه میشن که شما چی گفتید. خب میدونید راجع به مولا صدرا، حالا اسمش به میان آمد، تقریبا از عصر قاجار به بعد ده ها فیلسوف، متفکر، محقق آمدن کتاب نوشتن درباره سرقات ابن مولا صدرا، که اصلا مولا صدرا ببخشید با تعبیر امروز دچار سرقت ادبی شد، سرقت بسیار ادبی شده، آثارش و افکارش از مولا صدرا گرفته و به نام خودش، و بدون اینکه ماخذ و منبعش رو ذکر کنه. خب کلیا نشون دادن چند صفحه مطلب رو عیناً از فلان کتاب مولا صدرا، بوعلی رو مولا صدرا گرفته تو کتابش آورده بدون اینکه ذکر بونه کجا. حالا یه عده دفاع کردن گفتن نه این در گذشته معمول بوده، این به معنی سرقت نبوده، به معنی نبوده که حرف دیگری رو به نام خودتون بکنه. یه عده هم گفتن نه، به خصوص بعضی ها انتقاد کردن که جواب دادن که نه بابا در اون زمان اصلا رسم نبوده، این چیز غربیه، در این یکی 200 سال اخیر تو اروپا باب شده، حالا الان در کشورهای خودمون هم باب شده. الان هر حرفی که بنده می نویسم اگر مطلبی را از یه جایی نقل میکنم و رو غیر مستقیم نقل میکنم حتما باید رفرنس بدم، حتما باید منبع سخن خودم رو بگم، بگم آقا اینو فلان کس گفته، و تازه اینم کافی نیست، باید بگم که در کجا گفته، و اونم کافی نیست، باید ذکر بکنم فلان مقاله که در فلان مجله، در فلان نشریه، در چه تاریخی چاپ شده، در کجا چاپ شده، مرحله چاپش کجا بوده، همه این شناسنامه کتاب رو باید یا مقاله رو باید ذکر بکنم. اگه ذکر نکردم امروز خارج از معیارهای آکادمیکه، به من ایراد خواهند گرفت. اینه به عنوان سرقت ادبی امروز میگن. خب یه ایده ای آمدن از این منظر با مولا صدرا ایراد گرفتن. کسانی مثل آقا جلال آشتیانی آمدن مفصل دفاع کردن، گفتن نه اینجوری نیست، این به این دلیل، به این دلیل، بالاخره مولا صدرا رو سعی کردن تبرئه کنن. یه ایده ای هم قانع نشدن و همچنان اصرار دارن که نه خیر، این در حتی در همون زمان هم، حتی در سنت اسلامی هم نمونه آوردن که پیش از مولا صدرا هم افراد کتاب نوشتن، مقاله نوشتن در این زمینه، مطلبی رو نقل قول کردن، گفتن از کجا گرفتیم، چرا مولا صدرا سه صفحه مطلب رو از یه جا گرفته نقل نکردیم. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط مثال میزنم، میخوام بگم این نوع بحث ها همیشه مطرحه، این نوع جدال های فکری همیشه مطرحه، اما اینو فقط یک درصد بسیار محدودی، حتی نمیتونم بگم یک درصد، نیم درصد، فقط اهل فضل و اهل فلسفه و اهل مطالعه و اهل تحقیق اونها متوجه این داستان میشن. اونها کسانی که در حیطه بحث‌های فلسفی کار میکنن، وگرنه کسی که در جامعه شناسی کار میکنه، در روان شناسی کار میکنه، در فیزیک کار میکنه، در علوم دقیقه کار میکنه، نه اصلا متوجه این داستان ها نیستن. همونجوری که مرحوم مهندس بازرگان طبق تجربه شخصی که باشون دارم، گفتگوهایی که باشون داشتم، مصاحبه‌هایی که باشون داشتم، که اصلا ایشون خیلی از این مسائل اطلاع نداشت، اصلا خیلی از این مسائلی که تو بحث‌های حوزوی و بین علما و فیلسوفان و متکلمان و فقیهان اینها دعواهایی که وجود داشته، خیلی‌ها رو اصلا مهندس بازرگان اطلاع نداشت، برای اینکه اهلش نبود، اصلا دنبالش نبود، نمی‌خواست وارد این داستانا بشه، تو این چارچوبا فکر نمی‌کرد، تو یه چارچوبای دیگری فکر می‌کرد. اینم تازه اهل فن متوجه میشن. اما شخصی مثل مهندس بازرگان که 87 سال عمر کرده، فکر کرده، نوشته، سیاست ورزی کرده، نخست وزیر بوده، دولت مرد بوده، نمیدونم تو کارهای اجرایی بوده، تو کارهای مهندسی بوده، مقاله نوشته، کتاب نوشته، سخنرانی کرده، تفسیر قرآن کرده و و و، خب این آدمی هست که افکار اندیشه‌اش باستا پیدا میکنه، هم در حوزه تخصصی متخصصین باهاش مواجه میشن، یه جایی موافقت میکنن، یه جایی مخالفت میکنن، هم در حوزه اجتماعی، هم در حوزه سیاسی. بنابراین بیهوده نیست که شخصیت مثل بازرگان که من اوایل صحبتم گفتم که یکی از معدود شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی و دینی ایرانه که واقعا اثرگذار بوده در جامعه. در گذشتم اثرش رو در ابعاد مختلف خدمت شما من توضیح دادم. خب حالا بازرگان طبیعیه که مخالف داشته باشه، این اصلا تا زمانی که هست و اثرگذاری داره مخالفت هم خواهد داشت. اگر هر وقت دیدیم هیچ مخالفتی با بازرگان نمیشه، پس باید به این نتیجه برسیم که بازرگان دیگه اثرگذار نیست، دیگه آثارش کسی نمیخونه. ولی تا زمانی که آثارش خونده میشه، اندیشه هاش خونده میشه، مورد توجه قرار میگیره، یا فلان نمیدونم دوران نخست وزیریش مطرح میشه تو تاریخ، مخالفت هم بوده. خود یه دی میگن آقا درست بوده، یه دی میگن نادرست بوده، یه جایی میگن اینجا درست رفته، یه جایی میگن اینجا کش بوده. خب حالا این دیگه به قول قدیمی ها که میگفتن که شنونده باید عاقل باشد،
شنونده باید خودش بشینه و ادله رو بررسی کنه، انتقادها رو بشنوه، بررسی کنه، تحقیق کنه، ببینه که خودش نظری رو انتخاب کنه، بگه این درست میگه یا اون درست میگه، اینا هیچ کدوم درست نمیگن، به یک نظر جدیدی برسه. و خوشبختانه بازرگان هم به همه انتقادهای خودش تقریبا تا زمانی که زنده بود جواب داده. البته پیروانشون، علاقمندانشون، مدافعانشون مرتب از گذشته تا حالا به این شبهات و ایرادها و انتقادها پاسخ دادن، ولی خود بازرگان هم پاسخ داده، مخصوصا در سخنرانیهاش، مخصوصا در دو جلد کتاب خاطراتش، خب خیلی چیزا پاسخ داده خودش. خب حالا میشه اینا رو بررسی کرد، سبک سنگین کرد، به این نتیجه رسید که درسته این پاسخ ها قانع کننده هست یا قانع کننده نیست. بنابراین درباره بازرگان انتقادها یکی دوتا و ستا نیست. با توجه به اینکه انتقادها هم فراوان بوده و من هم بنا رو بر این ندارم که اینجا به عنوان دفاع از ایشون صحبت کنم، فقط در حد تشخیص خودم، در حد تجربه خودم، در حد تحقیقی کردم و در حد آشنایی که با مسائل دارم، هم آشنایی مستقیم، هم آشنایی کتابی، نوشتن، مقاله، عرض کنم مصاحبه، گفتگوهایی که بوده، من تقریبا 15 سال بعد از انقلاب، خب پیش از انقلاب بازرگان و آثارش رو میخوندم، از دور میشناختم، ولی از مجلس اول که باشون آشنا شدن، بعدن به هر حال تماسی کم و بیش وجود داشته، ارتباطی وجود داشته، در جلسات، سخنرانی ها، محافل، مصاحبه ها، گفتگوهای متفاوتی که باشون داشتم، هم تجربه شخصی هم دارم، درک شخصی هم دارم دیگه، یعنی تجربه شخصی هم پشتوانه نظر من هست. خب ضمن این که خب یک کتاب دو جلدی هم در ارتباط با زندگی نامه بازرگان، 26000 صفحه، حدود 28 سال پیش نوشتم، منتشر کردم که بارها صحبتش شده. بنابراین خودم رو به اصطلاح دارای صلاحیت اظهار نظر در این باره میدونم و تلاش من برای این هست که نه مدافعگرانه باشه، نه عرض کنم که صرفا انتقادی باشه که فقط بکنم انتقاد، نه بیشتر دارم توصیفی صحبت میکنم، بخصوص در این قسمت که میخوام گزارشی از انتقادها بکنم. خب با وجود اینکه انتقادها خیلی نسبت به بازرگان شده دیگه، از پیش از انقلاب، بخصوص در این دوران بعد از انقلاب، به طور خاص در دهه 60 دیگه، شما الان برگردید به روزنامه ها و مطبوعات و سخنرانی های مسئولان حکومتی و غیر حکومتی و جریان های مختلف، نه فقط الا حکومتی، نواندشان روشنفکران مذهبی، چپ ها، راست ها، ملیون، غیر ملیون، هر کدام از منظری به بازرگان در یه جایی ایراد گرفتن دیگه. خب بخشی ها به دینشناسی ایراد گرفتن، بخشی ها به سیاست ورزی ایراد گرفتن، بخشی ها نمیدونم او را غربگرا دانستن، بعضی ها گفتن لیبرال بوده، بعضی ها گفتن که نمیدونم چه بوده چی بوده، از انتقادهای خیلی معقول و منطقی تا ایرادهای بنی اسرائیلی فراوان دربارش است. خوشبختانه حالا الان ما که داریم صحبت میکنیم، چلو تقریبا 1401 داریم صحبت میکنیم، حدود تقریبا نزدیک 3 دهه از فوتش، از درگذشتش بازرگان گذشته، نزدیک 44 سال از انقلاب گذشته و خب حالا در دهه 60 شاید خیلی از ایرادها رو آدم درست نمیفهمید یا لااقل فکر میکرد ایرادها ممکنه وارد باشه، ولی با گذشت زمان مشخص شد که خیلی از حرفایی که بازرگان در دوره انقلاب میزده، در سال 56 و 57 و 58 یا رفتارهایی که داشته و خیلی از انقلابیون ایراد میگرفتن، بعدها متوجه شدن که خود همون انقلابیون، برخی از همون انقلابیون اون زمان آمدن بعد توبه نامه نوشتن، آمدن از بازرگان حلالیت طلبیدن و حلالیت طلبیشون رو گفتن، نوشتن، منتشر کردن. بنابراین امروز دیگه نیازی نداره که اون چیزایی رو که یه ایرادایی که یه دهی میگرفتن بعد معلوم خودشون به این نتیجه رسیدن که ایرادا بی خود بوده، دیگه امروز دلیل نداره که بیاد. من قبلا این خاطره رو براتون نقل کردم، حالا الانم باز برای تایید همون حرفا گفتم، آخرین دیداری که با ایشون داشتیم تو انجمن اسلامی مهندسین که آقای عماد باقری به من تماس گرفت که نماینده آیت الله منتظری که نماینده ایشون در مشهد کجای آمده تهران، میخواد که از طرف آقای منتظری بیاد از آقای بازرگان عیادت بکنه، همون بیماری آخری بود که چند روز بعد رفت برای خارج از کشور. گفتیم باشه، منم یه وقتی گرفتم و بعد تو گفتم من وقت دیگه ندارم. بین سخنرانی من تو انجمن اسلامی روز مبعث سخنرانی داشت،
بیا اینجا صحبت کنیم. خیلی خوب آمدیم اینجا صحبت کردیم. نمیخوام کل داستان رو بگم، براتون قبلا گفتم. وقتی که اونجا آمدید، غیر از آقای باقی و اون شخص که اون شخص هم مرحوم جلالی نام، یا آقای جلالی نام بود، زارم فوت کرده در مشهد، نماینده آقای منتظری بود، دیدم که یک سید روحانی هم همراهشونه، من نمیشناختم. بعد آقای باقی ما معرفی کرد، گفت اینا ایشان فلانه، نامش فلانه، من نامشون نمیگم برای اینکه الان ممکنه که اگر زنده باشه ممکنه براش مشکلی ایجاد بشه. به هر حال اونم آمد نشست و صحبت کردیم. حالا حرفای که تمام شد، آخرش این سید در کنار من نشسته بود، به من گفت که شما از آقای مهندس سوال کنید که از کی تقلید میکنه. گفتم خودت سوال کن. گفت شما بگید. گفتم چشم. من از آقای بازرگان پرسیدم شما از کی تقلید میکنید، که ایشون یه لحظه فکر کرد، گفت که من در تمام عمرم کوشیدم که مشرک نباشم. اینجوری به این عنوان جواب، یعنی شرک رو، تقلید رو عملا به صورت شرک تبدیل. بعد جلسه تمام شد، این سید که کنار من نشسته بود آمد، عرض کنم، جلوی آقای بازرگان رو و خم شد که دستش رو ببوسه و ازش حلالیت گفت. آقای بازرگان اصلا ناراحت شد که چرا چه کار داره میکنه، و ازش حلالیت طلبید. گفت بله، من فلانی هستم، فلان مقام قضایی رو داشتم و اون زمان که از شما شکایت شده بود، شما رو من احضار کردم، از شما و بعضی از دوستانتون بازجویی کردم، من عذر میخوام. من اون زمان بالاخره مأمور بودم و معذور، یه سخن به این مضمون، بنابراین آمدم از شما حلالیت بطلبم. اصلا بازرگان قیافش در هم رفت، چون اهل این حرفا نبود، اهل تسبوسی و عذرخواهی این حرفا. به جای اینکه مثلا طلبکار باشه، منفعل شد، خیلی با محبت تمام، با نه شما طبق وظیفتون عمل کردید، ناراحت نباشید از این حرفا. خب کسی که یک مقام تقریبا بلندپایه قضاییه، بعد در یک شرایط، اینم مربوط به کیه؟ مربوط به 30 سال پیش، مربوط به الان هم نیست. در اون موقع میاد ازشون حلالیت میطلبه. خب میفهمه که بالاخره بابا جون اون شکایت ها و اون حرف ها و ایراد ها و امثال این حرف ها رو بی خود و بی دلیل بوده دیگه. بنابراین امروز دیگه لازمی هم نداره که ما وارد جزئیات بشیم. ولی من در این بحث معرفی نقد یا فصلی که مربوط به ناس که درباره نقد صحبت کنم، من تلاش کردم که تیترهای اصلی رو در 4 عنوان خلاصه کنم و امشب به هر قسمتی که تونستم میرسم، نباشه دیگه بقیهش هم قاعدتا میمونه برای جلسه آینده. قسمت اول و فصل اول ایراد که به نظرم مهمترین فصل نقدها و نقادی های علیه بازرگان هست، که هنوزم مطرحه و میتونه بعد از اینم مطرح باشه، نقدهای مربوط به دینشناسی بازرگانه، دینشناختی بازرگانه. یعنی بعضی از نظریاتی که بازرگان داده، خب از زمان خودش مورد انتقاد بوده و منتها در دوران خودش، در دوران پیش از انقلاب، انتقادها یه خورده مستقیم‌تر و جدی‌تر مطرح شد. بعد از انقلاب باز هم در سطوحی این بحث‌ها مطرح بوده، الان هم مطرحه، منتها چون یک سری بحث‌های نظری هست و الان دیگه تقریبا خیلی از اون بحث‌هایی که بازرگان مطرح کرده و طبعا انتقادهایی که در بخش دینشناسی بازرگان مطرح شده، عملاً خیلی از اینا موضوعیت خودش رو از دست داده، و همین دلیلی که الان دیگه اون بحثا به اون صورت‌ها دیگه مطرح نیست، به خصوص اینکه خود بازرگان هم که الان نیست، چون آدم وقتی که زنده است، خودش هست، حضور داره، حرف میزنه، اثر مستقیم تو جامعه میگذاره، با اینکه اصلا دیگه حضور نداره، غیر مستقیم فقط آثارش خونده میشود، خب خیلی با هم فرق داره دیگه. بنابراین الان که دیگه بازرگان در میان ما نیست، تو جامعه ما هم حضور نداره، از این جهت است که مخالفت ها هم، چه در بعد نظری چه در بعد سیاسی، امثال این حرف ها هم طبعا کمتر شده دیگه، یعنی طبیعیه که اینطوری باشه. به هر حال یک بخش مربوط به دینشناسی بازرگانه که من این رو فکر میکنم امشب بتونم گزارش خلاصه خدمت شما بدم، که در این بخش هم بحث عمده بحث مسئله علم و دینه که مطرح میشه. بنابراین دینشناخت بازرگان در حول مسئله به اصطلاح نسبت تعیین مسئله دین و علمه، که خب چون اصلا بازرگان هم به اینام شناخته میشه دیگه، الان توضیح خواهم داد. قبلا هم البته باز به مناسبت هایی بهش پرداختم، یعنی بحث تازه ای نیست، بحث کلیشو قبلا گفتم، میشه میخوام بیشتر به اون بوده نقدهایی که برای نظریه وارد شده دارم میگم. مسئله دوم، مسئله عرض کنم که به طور خاص مسئله خدا به آخرته، که چند بار وعده دادم که توضیح بدم
هرچند حرف تازه ای نیست، کلیاتش قبلا گفتم، ولی در این حال این لازم است که چون هی وعده دادم این رو باید مستقل بپردازم. سوم نقد سیاسی هست به بازرگان که مربوط به نخست وزیریشه، که خب که اون زمان چه الان ایده ایراد میگیرن که بازرگان چرا اصلا نخست وزیر شد، بنابراین به نخست وزیر و شدن بازرگان انتقاد دارن. البته عمدتاً از البته اون انقلابیون خط امامی ها یه جوری ایراد میگیرن، از یک منظری به نخست وزیر و شدن بازرگان ایراد میگیرن که اون خیلی الان مورد نظر من نیست، برای اینکه اونها حرفاشون به نظر من اصلا چندان قابل طرح نیست، ولی بیشتر از موضع خیرخواهی به بازرگان، از موضع علاقمندی به بازرگان، از موضع ارادت به بازرگانه که ایراد میگیرن که اصلا یه شخصیتی مثل بازرگان که ملی بوده، مصدقی بوده، چجوری آمد با روحانیون همراه شد، چگونه آمد با خمینی به اصطلاح همپیمان شد، چگونه نخست وزیری را از جانب خمینی پذیرفت. یعنی از این موضع، یعنی از موضع علاقمندی و از موضع طیف بازرگان، یا یک من می شود گفت یک نقد درونی هست نسبت به بازرگان. یه نقد بیرونی هست که خب اون خط امامی های اونوری میگن که اصلا تو اسلام رو، اسلام واقعی رو نشناخته بودی، تو نمیدونم در خط امام نبودی، تو خط آمریکا بودی. خب اونها یه داستانی است که به نظر من قابل طرح نیست، برای اینکه امروز دیگه فکر نمیکنم بکنم بر هر فرد منصفی، حتی همون کسانی که یه روز اون انتقادا رو میگرفتن، بر اونها هم روشن شده باشه که نه، بازرگان در اون انتقادا به بازرگان وارد نیست. ولی از این منظر این انتقادا امروز مطرح میشه و هر سال هم سالگرد بازرگان میشه این بحث مطرح میشه، سالگرد انقلاب میشه این بحث ها مطرح میشه. و بالاخره موضوع چهارمی که فکر کردم که قابل طرحه و باید بهش پرداخت، و اون هم به اصطلاح هم از موضع بخشی از دیندارانه، بخشی از دینداران نوگرا و نواندیشه که امروز خودشون دچار یک نوع تحول فکری شدن، و هم از موضع دین ستیزانه که به بازرگان ایراد میگیرن که یعنی یک از گناهان کبیره بازرگان رو میدونن که آقا شما آمدید اسلام ایدئولوژی کردید، چون خب این بحث است که میدونید دیگه، حالا این رو انشاءالله در جای خودش هم توضیح بیشتری خواهم داد که تو ضمن صحبت های گذاشتم به مناسبت های مطرح کردم. یکی از ایرادهایی که بعد از انقلاب مطرح شد همین بحث ایدئولوژی کردن دین بود که بیشترین سهم رو هم دوستمون آقای دکتر سروش داشت که برای این پرچم عرض کنم بادی بود که برای این پرچم وزید، و بعدها هم دیگه خیلی ها این رو مطرح کردن، نمیگم لزوما از آقای سروش، بلکه به هر حال پرچمدار ایشون بود در یه دوره. البته ایشون به بازرگان خیلی ایراد نداره، ایشون به شریعتی بیشتر ایراد داره که شما اسلام رو ایدئولوژی کردید و بنابراین این ایدئولوژی کردن دین به معنی انقلابی شدن دینه، به معنی جزمی شدن دینه، به معنی حکومت مذهب و امثال این حرفا گفته شد. یعنی یک ایدئولوژی خشونتگرای جزم اندیشی هست که هیچ انتقادی رو بر نمیتابه. خب این ایراد رو در سطح خیلی وسیعتری به شریعتی گرفتن، در سطح محدودتری هم به بازرگان گرفتن، به خاطر اینکه بازرگانی که پیش از انقلاب در سال دهه چهل بحث بعثت ایدئولوژی رو در زندان مطرح کرد، بعد سال 46 این رو بستش داد به صورت کتاب مطرح شد، خب ایشون یک زمانی از ایدئولوژی اسلامی صحبت میکرده دیگه، از ایدئولوژی کردن دین صحبت میکرده، هرچند چه تعریف ایشون از ایدئولوژی با تعریف مثلا شریعتی یا دیگران متفاوت بود باشه، ولی در هر صورت این بحث مطرح است. این بحث خدا و آخرت هم از همین منظر تا حدودی مطرح میشه، ولی این مسئله سیاسی شدن دین که همونجوری گفتم از دو منظر مطرح میشه. یه ایده از کسانی که امروز متحول شدن، یعنی مثل بنده که در دهه انقلاب اوایل دوران انقلاب و بعد از انقلاب خیلی انقلابی بودیم، حالا خب الان دیگه مثل گذشته فکر نمی کنیم، و همینطور به خصوص دین ستیزان هستن که هنوز این رو به عنوان یک جرم و یک اتهام علیه بازرگان، البته شریعتی مجاهدین و خیلی ها دیگر هم هستن، ولی الان موضوع صحبت ما اونا نیست. اینا بازرگان رو هم علارغم همه اعتدالی که در این روی کرد داشته، ولی در این حال این رو هم در کارنامه اون می نویسن و همین ایراد رو هم به نهضت آزادی می گیرن، همین ایراد رو هم عرض کنم که امروز هم به نهضت آزادی می گیرن که شما از منظر دین به همه مسائل نگاه می کنید،
نه خیر آقا، اصلا دین رو باید به طور کلی باید گذارید کنار. دین فقط برای آخرته، دین اصلا برای این دنیا هیچ حرف صحبت نداره. این را انشالله هم در اون بحث خدا و آخرت خواهم گفت، هم تو بحث ایدئولوژی هم به شکلی به اون ارتباط داره. خب این چهار موضوع رو انشالله من مثلا در فصل نقدهایی که بر بازارگان وارد شده خدمت شما ارائه خواهم داد. خب اولینش همین مسئله دینشناخت بازارگانه. خب دینشناسی یه بازرگان هم مفصله و ایشون چون به نظر من مجموعه آثار مفصلی که بازرگان داره 2300 تا مجموعاً در عرصه‌های مختلف البته، و آثار دینشناسیش قبلا گفتم دیگه شاید 45 تا کتاب در این زمینه ایشون داره و خب بعضی ها اونچنان تخصصی هست که افراد اصلا نمیتونن واردش بشن، یعنی به خصوص علما و حوزوی ها و خیلی از روشنفکران دانشگاهی و اینها اصلا نمیتونن وارد بشن. مثلا فرض بفرمایید که ذره بی انتها رو خیلی ها تخصص اون رو ندارن که اصلا برن واردش بشن و بازرگان چون مثلا با آمار و ریاضی و نمودارهای ریاضی و نمیدونم اینها سر و کار داشته، خیلی اصلا تخصص این کارو نداشتن. به همین دلیل من حداقل در دهه 40 50 که در قم بودم و ایرادهایی که به بازرگان میگرفتن، اصلا تو این بحثا من چیزی از این آقایون روحانیون و علما و این حرفا نشنیدم، خاطر اینکه هیچ تخصصی در این زمینه نداشتن. تا بیان حالا نقد میکنن بفهمن که ایشون مثلا در عشق و پرستش اینجا رو درست گفته یا نادرست گفته. افزون برای اینکه اساسا اونا در اون زمان چون خودشون تخصصی نداشتن، این نوع آثار بازرگان رو هم برای جوانان خیلی مفید میدونستن، که حالا توی علم میگم. برای اینکه بازرگان بالاخره با این نگاه علمی، آماری، نمیدونم ریاضی میتونست که دینداری جوانان رو تا حدودی تضمین بکنه، جوانان دانشگاهی رو با چهار تا قال صادق و قال الباقر و رساله و نمیدونم حدیث روایت از امام صادق و از ابو بصیر و فلان، که نمیشد که شما در دهه 30 و 40 و 50 تا دوران انقلاب نمیشد که اینا رو با این مثلا بهانه اینا رو نگه داشت یا با این استدلال اینا نگه داشت. اگرم بودن بسیار کم بودن، البته بودن، نه اینکه اصلا اونام نبودن. خب یه تعدادی مرید علما بودن، مقلد علما بودن، بالاخره خب کسی که از یک مرجع تقلید میکنه بالاخره این نوع مرجعیت رو هم یک نوع مرجعیت دینشناسی هم براش قائل دیگه. ولی برخی از اونها هم من خودم شاهد بودم که اصلا اون نوع استدلال حوزوی حدیثی روایی گذشته برای اونها قانع کننده نبود. به همین دلیلی که این رو آقای لطف‌الله میثمی نقل میکنه که ما در دهه 40 که شاید گفته باشم اینو قبلا، وقتی که سازمان مجاهدین تشکیل شده بود در اواخر دهه 40، بعد وقتی که خب اینا داشتن اول خودشون بحث‌های ایدئولوژی که تدوین می‌کردن، چون گفت که ما یه سفری رفتیم دانشجویان دانشگاه، رفتیم با بعضی از روحانیون در قم صحبت کردیم و حرف زدیم و از اونها خواستیم به ما کمک کنن در تدوین ایدئولوژی که شما روحانی هستید، عالم دین هستید، ما کمک کنیم. خب پیشی که هر کسی که رفتیم گفتن که ما چیزی برای گفتن نداریم. تا اونجا که یادم هست گفت مثلا در اون زمان پیش آقای مکارم شیرازی رفته بودن، گفتم ما حرف جدیدی که مثلا بخوایم با یک نگاه علمی به شما بدیم یا حرف تازه‌ای بزنیم، نه چیزی خاصی نداریم. با آقای مثلا ستادی خسروشاهی رفته بودن صحبت کرده بودن، همین حرف زده. بعد ایشون میگفت ما رفتیم تو مدرسه دین و دانش با آقای بهشتی که بعدها چهره های شاخص انقلاب شد و بالاخره دیگه الان همه کم بیش معروف به دکتر بهشتی میشناسین همتون. ایشون توی اون زمان دهه 40 مدیر یک دبیرستان بود به نام دبیرستان دین و دانش در قم، گفتیم با ایشون دیدار کردیم و با ایشون هم همین مسئله مشکلمون رو با اینا در میون گذاشتیم، گفتیم آقا به ما کمک کنید. ایشون هم گفته که ما حقیقتش اینه که چیزی نداریم که به درد شما جوانا بخوره، به شما درد دانشگاه بخوره. بعد ما توصیه کرده گفته که من تنها توصیه که برای شما دارم اینه که برید کتاب رایج‌شده بازرگان رو بخونید. بهشتی در دهه 40 به ما گفته برید کتاب رایج‌شده بازرگان رو بخونید. یا اینو بازم قبلا احتمالا برای شما گفتم، اگر گفتم خیلی عذر میخوام، من یه وقتایی دیگه یادم میره دیگه، ماها میگذره، حافظه منم که دیگه اونقدر قوی نیست که دقیق بیاد برام گفتم یا نگفتم. احتمالا گفتم که مرحوم مهندس صاحبی بارها نقل میکرد، میگفت که وقتی این کتاب ذره بی انتهای بازرگان
و جهان سانسوری رویشون مطرح کرده بود اونجا، وقتی که این در آمده بود گفت مرحوم مطهری گفته که این خودش یک الهام الهیه، این در واقع به بازرگان الهام شده، یعنی یه چیزی ورا و فرای علم دانش بشریه. یعنی اینقدر مطهری این رو به اصطلاح مهم و جدی و تلقی میکرده، میگفته الهام الهیه. خب با مطهری تخصصی در اون زمینه نداشت، دیگران هم تخصصی در اون زمینه نداشتن. این که بهشتی کتاب راه طی شده رو گفته بود، برای اینکه راه طی شده کتابی بوده که بالاخره در زمینه مسئله فهم قیامت و تقریب به ذهن از نظر علمی تا حدود راهگشا بوده. خودشون که دستشون خالی بود، هیچی نداشتن برای اینکه به جوانها بدن، که همینها در اون زمان ارجاع میدادن به حرفهای بازرگان. اون وقت عبرت آموزه که همینها وقتی که انقلاب شد آمدن در مصدر قدرت قرار گرفتن، آمدن بر عرض کنم در جایگاه دیگری قرار گرفتن، و همینها نمیگم همشون، بخشی از اینها اون وقت از در دیگری وارد شدن. اون وقت همین آثاری که خودشون یه روزی توصیه میکردن که جوانا بخونن، بعد میگفتن نه نخونید، بازرگان التقاطیه، بازرگان علم زده است، بازرگان غرب زده است. و مجاهدین هم علل انحرافشون این بوده که بازرگان رفتن کتابای بازرگان رو خوندن، شاگرد بازرگان بودن. بنابراین شما از بازرگان دوری بجویید، اعتراض کنید از بازرگان، به خاطر اینکه او اسلامش اسلام ناب نیست، اون اسلام حوزوی نیست، اون اسلام التقاطیه. یکی از اتهاماتی که بعد از انقلاب بازرگان و طیف فکری ایشون و پیمان و طرفداران شریعتی و امثال ماها، حتی بنده که طلبه بودم روحانی بودم، ماها جزو التقاطی بودیم دیگه، بارا توی اتهاماتی که متوجه حتی شخص بنده هم میکردن، نه بنده هم به عنوان با اتهام التقاطی تو مجلس اول بعضی از افراد من انتقاد کردن، با اتهام التقاطی میگفتن شما اسلامتون التقاطیه، اسلام حوزوی نیست، اسلام رساله‌ای نیست، اسلام جواهری نیست. آقای خمینی همیشه تکید رو اینا داشته دیگه. خب حالا در بحث دینشناسی بازرگان همونجور که گفتم از منظرهای مختلفی میشود ایراد گرفت، و خیلی هم شاید ایراد گرفته باشن، ولی مهمترین موضوعی که در ارتباط با بازرگان قابل بحثه، چی در گذشته و حتی الان هم قابل بحثه، بحث تعیین نسبت بین علم و دینه. خب خیلی ها در همون زمان ایراد گرفتن که مثلا بازرگان علم زده بوده، بعضی ها گفتن که متهمش کردن که به پوزیتیویسم، و گفتن تو تفکر پوزیتیویستی داری. حالا میگم جریان های مختلف بودم، از منظر های مختلف ایراد رو به سر با بازرگان گرفتم. خب این بحث، دو نکته رو بگم، بحث علم و دین در واقع زیر مجموعه بحث علم و عقل قرار میگیره. بحث علم و عقل هم یه بحث درازدامنی است، از صدر اسلام تا زمان ما این بحث رابطه دین و عقل مطرح بوده و هست، نمیخوام واردش بشم، و یه بحث به نظرم بیپایانی هم هست، هنوزم به یک مرحله‌ای که فیصل بخش باشه به نظرم نمیرسیم و نرسیدیم، نمیتونیم به راحتی برسیم. عقل چیه؟ نمیدونم که دین چیه؟ منبع عقل چیه؟ منبع علم چیه؟ آیا میشود؟ یه وقتی ابوالعلای معرا گفته بود کسی که دین دارد عقل ندارد و کسی که عقل دارد دین ندارد. همون قرن 4 5 ابوالعلای معری، فیلسوف نابینای معروف و نابغه دهر واقعا بود، کسی که دین دارد عقل ندارد و کسی که عقل دارد دین ندارد. عقل و دین رو شما نمیتونید با هم سازگار کنید. عقل خود بنیاد که میگه که فقط من اونچه که تشخیص دادم از طریق من به حقیقتی برسیدید، رسیدید، نرسیدید از طریق دیگه نمیتونید برسید. منشأ عقل و به تبع اون علم، چون علم هم زیر مجموعه عقل دیگه، علم یک شاخه ای از عقلانیته. عقل و علم دو تا جدای از هم دو تا موضوع هستن، ولی عقل زیر مجموعه علم، زیر مجموعه عقله که در دنیای امروز بسیار برجسته شده. در گذشته بیشتر اگر هم چیزی عنوانی غیر از عقل داشتیم فلسفه بود، چون فلسفه هم فلسفه عقلانیت بود، میگفتن آقا فلسفه با دین سازگار نیست. بسیاری از فیلسوفان تکفیر شدن، غزالی آمد عرض کنم که با 10 دلیل ابن سینا را تکفیر کرد، متکلمین را تکفیر می کردن، عرفا را تکفیر می کردن.
خب این داستان تکفیر از کجا داره آمد؟ از همین جا بود دیگه. میگفتن شما اهل فلسفه اید، فلسفه نخونید، فلسفه انسان رو بدین میکنه. خب این خیلی داستان طولانی هست. امروز دیگه بحث فلسفه، تضاد فلسفه و دین هنوزم البته مطرح است. هنوزم من حدود شاید 15 سال پیش بود یه جایی خوندم که یکی از این اعضای شورای انقلاب فرهنگی فکر کنم الان فوت کرده، مرحوم دکتر احمدی، رفته بوده عراق با آقای سیستانی دیداری داشته. آقای سیستانی پیغام داده بوده به مسئولان جمهوری اسلامی، گفته که چرا شما هنوز اینقدر فلسفه اهمیت میدید؟ چرا توی دانشگاه هایتون فلسفه تدریس میکنید؟ یعنی شخصیت آدم خیلی برجسته و محترمی و آگاهی مثل آقای سیستانی، اونچنان که گفته میشه، من اطلاعی مستقیم ندارم، اگر این نقل قول درست باشه، ایشون هنوزم تدریس فلسفه را تحمل نمیکنه. آقای بروجردی با فلسفه مخالف بود، البته نه با کل فلسفه به معنی فلسفه و معنی یک دانش، با فلسفه صدرایی مخالف بود، با فلسفه ذوقی مخالف. حالا میگم داستان داره، چون فلسفه هم یک نوع فلسفه ما نداریم. بنابراین من میخوام خود آقای خمینی که یه زمانی فلسفه میگفت، البته فلسفه آمیخته با عرفان، وقتی که میگفت در مدرسه فیضیه، خودشم گفت دیگه، منو تکفیر کرده بودن و بعد تو مدرسه فیضیه وقتی پسرم مصطفی آب خورد، لیوان پسرم رو عرض کنم که تو مدرسه فیضیه آب کشیدن، گفتن که این پسر روح الله خمینیه که فلسفه فیلسوفه، فلسفه تدریس میکنه، پسرش هم باید به اصطلاح نجس دهنش باید آب بکشیم. اینجاها تا اینجا پیش رفتن، در گذشته بودی الان هم هست، منتها خب الان دیگه کمتر شده، برای که تو جمهوری اسلامی بالاخره حداقل یه خورده از فیلسوفان عادی حیثیت شد، از شاعران، از عارفان تا حدودی، خود آقای خمینی چون یه خورده اهل فلسفه و عرفان بوده و بالاخره یه خورده عادی حیثیت شد، ولی در گذشته داستان این گونه بوده. بنابراین یک بحث دین و عقل که اصل حرفم اینه که میگن که عقل خود بنیاد منشه انکشاف حقیقت فقط صرفا عقل و داده های عقلی و استدلال عقلی برهان نحن ابناء دلیل، در حالی که عقل اصطلاح دین بنیادش بر وحی و اعتبار قول قائله. عقل به تو میگوید که چیزی که تو نفهمیدی، استدلال برش نداری، قبول نکن. خدا قبول نکن، دین قبول نکن، وحی قبول نکن، نبوت قبول نکن، هیچی، تا زمانی که خودت شخصا بهش رسیده باشی. آقای مصطفی ملکیان که یه زمانی جزء روشنفکران دینی بود که الان دیگه از اون عبور کرده و خودش سریعاً اعلان میکنه من دیگه از اون عبور کردم، که گفته من 5 تا ملکیانم، در ملکیان پنجم دیگه بینا باور نداره. خب چند سال پیش سخنرانی و مقاله مفصلی ایشان نوشته بود، تعبد، تضاد تعبد و تعبر، و ایشان هم گفته بود همون حرف ابوالعلای معرره، کسی که عقل داره دین نداره، کسی که دین داره عقل نداره. چرا؟ برای اینکه اعتبار علم، اعتبار عقل به صرفا استدلاله و اعتبار دین اعتبار قول و قائله. عقل اعتبار قول و قائل قائل نیست، اعتبار هر چیزی که میخوایی بپذیری صرفا خودت باید بپذیری، با استدلال شخصی باید بهش برسی. ولی دین به شما میگه نه، خدا گفت پس درسته، در حرف خدا چونه چرا نکن، پیغمبر خدا گفت پس بنابراین درسته، امام معصوم گفت، برای اینکه اسمت نه گناه میکنه امام معصوم یا پیغمبر معصوم، نه گناه میکنه، نه خیال گناه میکنه، نه اشتباه میکنه. این حرفی رو که آقای مطهری گفته، علامه طباطبایی گفته، همه متکلمین شیعه میگن دیگه، اسمت یعنی پیغمبر و امام یا شخص معصوم نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، نه خیال اشتباه میکنه. پس بنابراین وقتی قال صادق، البته یه بار مساله اینه که میگیم این قال صادق مال قال صادق نیست، این جعلیه، خیلی خوب یه حرف دیگه است، یعنی علما و فقها هم قبول دارن اگر روایت صادق نیست معتبر نیست که هیچی، ولی اگر بر ما ثابت شود که این امام صادق گفته و دلالتش هم همینه، یعنی معناش هم همینه، من دیگه در حقانیت شک نمی کنم که. خیلی خوب، پس می نبینیم قال صادق دیگه تمام شد، قال الباقر دیگه تمام شد، قال علی ابن ابی طالب دیگه تمام شد، قال رسول الله دیگه فصل الخطابه، دیگه بیش از این نیست. خب این دیدگاه سنتی ما هست. بر این اساس آقای ملکیان ادعا میکنه که تعبد و تعقل با هم دیگه ناسازگاره، که من همون سالها پیش زمانی که جرس منتشر میشد
و من یک مقاله مفصل دو قسمتی در نقد حرفایشون نوشتم که منتشر شد که گفتم نه این گونه نیست. که حالا من وارد این بحث داستان عقل و نقل و داستان نمیدونم علم و دین اینا نمیخوام بشم، فقط اینو میخوام بگم بحث دین و علم در این 350 سال اخیر در کشورهای اسلامی برجسته شده. اینم سوغاتی بوده از غرب اومد دیگه، بالاخره در دوران رنسانس و بعدا در دوره اومانیسم و بعد در دوره قرن 17 و 18 و عصر انقلاب صنعتی و بعد عصر مثلا روشنگری و فیلسوفان بزرگی مثل دکارت آمد، کانت آمد، نمیدونم هگل آمد، دیگرانی آمدن و این دوران رو در غرب شکوفا کردن. و در دوران جدید به ویژه مثلا با ضدیتی که با کلیسا بود، با ضدیتی با مذهب بود، مسئله از کنم انسان خود بنیاد، عقل خود بنیاد، علم خود بنیاد مطرح شد. یواشاش اونچنان درخشش علم از قرن 16 17 به بعد تا قرن 20 اونقدر این درخشش علم برجسته شد و مهم شد که دیگه عرض کنم که علم عملا شد خدای سنتی و خدای مذهب ها، که هر چیزی که علم گفت دیگه ما قبول میکنیم. خب قرن 19 دیگه عصر تکنولوژی هست و نمیدونم عصر اوج علم گرایی هست. تا جنگ جهانی اول هم علم خدایی میکرد، همه چیز علمه، همه چیز علمه. بعد جنگ جهانی اول که شد یک ضربه‌ای به علمگرایان غربی و اروپایی وارد آمد. ها چطور شد؟ قرن 20 آغاز قرن 20 جنگ جهانی شد، میلیون ها آدم کشته شد. این در همین دنیای دموکراسی بود، همین دنیای علم بود، همین دنیای فن بود، همین دنیای تکنولوژی بود. این که دیگه دنیای کلیسا نبود، این که دنیای مذهب نبود. چی شد؟ این ضربه اول بود، منتها این ضربه چندان کاری نبود تا اینکه بعد از 20 سال تقریبا بعد از 1918 که جنگ جهانی اول تمام شد تا 1939 که حدود 20 سالی طول کشید، کمتر از 20 سالی طول کشید، جنگ جهانی دوم شروع شد. خب جنگ جهانی دوم 1939 شروع شد، 1945 تمام شد، 6 سال طول کشید. تمام این اروپا پر از خون شد، 50-60 میلیون آدم کشته شد که تاریخ بشر تمام جنگ ها سابقه نداره، چون در گذشته امکان کشتن و ویرانی اینقدر زیاد نبود. که خب حالا بعد چه اتفاق افتاد دیگه؟ این بعد در فقط هم این نبود، فقط جنگ جهانی دوم نبود، در این میان نازیست در متن یک کشور پیشرفته اروپایی به نام آلمان نازیست پیدا شد، هیتلر پیدا شد، فرانکو پیدا شد، نمیدونم که موسولینی در ایتالیا پیدا شد. یعنی نظام‌های فاشیستی خونریز استبدادی ستمگر، اینا هم همون سکولار بودن به قول امروزی‌ها، اینا دیگه مذهبی نبودن به نام دین، اینا که دیگه جنایاتی که انجام ندادن که. در نتیجه دیگه صحبت منم وقت منم داره به پایان میرسه و نرسیدم که واسه همه رو بگم، ولی فقط اینو می‌خواستم عرض بکنم تا اینجا جمع‌بندی بکنم. در گذشته بحث دین و عقل مطرح بوده که هنوزم ادامه داره و شاید هم واقعا هیچ وقتی بحث به نهایت نرسه. بعد دین و حکمت، دین و فلسفه در جهان اسلام برجسته شد، به نوعی نماد و بازنمایی رابطه دین و عقل یا تضاد دین و عقل بوده. در دوران جدید دیگه فلسفه اونچنان مهم نشده و بعد اون دین عقل هم همچنان برجسته است و مهمه، ولی بیشتر بین دیندارانه، هرچند دین ستیزان هم از اونم استفاده میکنن به علیه بسیار دیندارا، ولی اینا دیگه تقریبا تا حدودی قدیمی شده دیگه. اون چی که در این 150 سال اخیر برجسته شد تضاد علم و دین بود. در قرن 20 به خصوص در اروپا اول این بحث مطرح شد که یه زمانی میگفتن کسی که عقل داره دین نداره، بعد گفتن کسی که معتقد به علم هست دیگه نیازی به دین نداره. اصلا دین ضد علمه، علم هم ضد دینه. یعنی شما نمیتونید که هم بگید که من یک فیزیکدان برجسته هستم، یک ریاضیدان برجسته هستم، هم نمیدونم که بگید که من در این حال یک دیندار هم هستم، چون علم خدا رو نمیتونه ثابت کنه، چون علم نبوت نمیتونه ثابت کنه، چون علم نبوت به اصطلاح وحی نمیتونه ثابت کنه. علم فرشتگان و نمیدونم ملائکه رو در جهان به عنوان مدبرات امر تعبیر قرآن نمیتونه ثابت بکنه. خب یا اینا رو رد میکنه، اول خب میگفتن رد میکنه،
بعدم گفتن نمیتونه ثابت کنه. حالا که نمیتونه ثابت کنه، پس بنابراین این دو حوزه رو از هم جدا کنیم کاملا، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. منتها در قرن 19 هم تا به اصطلاح 50 سال پیش، تا در جنگ جهانی دوم، تا عرض کنم که 40 50 سال قبل، 50 60 سال پیش، مسئله ضدیت با دین مطرح بود از منظر علم. منتها بعد یواشاش این داستانا که در اروپا پیش افتاد، این جنایاتی که به نام علم شد، به نام سکولاریسم شد، به نام تجدد شد، به نام دموکراسی شد، به نام حقوق بشر شد، یه خورده متفکران غربی، متفکران مدرن امروزی یه خورده فروتن شدن. که اوج این سخن رو در صحبت عرض کنم کارل پوپر میتونیم ببینیم. کارل پوپر که میگن بزرگترین فیلسوف علم در قرن 20 بوده، سال پیش، همین سالهای اخیر البته فوت کرد، چند تا از کتاباش هم در ایران که مقالاتش منتشر شده، حساب و ابطالها و جامعه باز و دشمنانش، خیلی به اصطلاح یه زمانی آقای دکتر سروش رو متهم میکردن به این که تو پوپری هستی. دعوایی که بین ایشون و آقای رضا داوری پیش آمده بود، آقای داوری ایشون رو متهم میکرد که حرفای پوپر رو بدون اینکه مرجع رو بگی، بدون اینکه منبع رو بگی، به نام خودتون اینجا به اصطلاح مطرح میکنید. من نمیگم درست یا نادرست، میخوام بگم پوپر یک شخص تعیین کننده است، هم در اروپا هم در ایران، که بیش از همه هم در ایران آشنایی با پوپر از طریق آقای سروش شد، که به نظر من این خدمت فرهنگی بسیار خوبی بود که از طریق آقای سروش جوانان ایران، روشنفکران ایران، دانشگاهیان ایران از کنم که با اندیشه ها و افکار پوپر آشنا شدن. نمیگم فقط ایشون بوده، ولی ایشون بسیار نقش بسیار مهمی داشت. حالا همه از این که افکار پوپر بپسندیم یا نپسندیم، ولی آقای سروش این خدمت فرهنگی مهم رو هم به جامعه ایرانی واقعا در این دوران انجام داد. پوپر میگه که ما درباره خدا، البته فقط بحث خدا میکنه نه بحث دیگه، میگه ما درباره بحث خدا به لاعدری گری رسیدیم، نمیدونیم. یه زمانی میگفتن چون خدا در زیر چاقوی تشریح نمیاد، ما قبول ندارم، رد میکنیم. ولی پوپر فروتنه، یعنی علم رو از موضع فروتنی مطرح میکنه. میگه حالا ما نمیگیم خدا نیست، علم نمیتونه خدا رو ثابت بکنه که مثل خدا نیست. نبودن خدا رو علم ثابت نمیکنه، اما بودن خدا رو هم علم ثابت نمیکنه. برم ما لاعدری هستیم، میگیم نمیدونم. این حرفیست که خیلی از این علمگرایان امروز تو قرن 20 و 21 دیگه دارن میزنن، اونایی که واقعا خیلی هنوز به علم وفادارن و فقط به علم تکیه میکنن، میگن علم نمیتونه بگه. یک بار آقای بابک احمدی، این رو بگم حرفم تموم کنم، بابک احمدی که میدونید یکی از این روشنفکران بسیار خوب و متین و ملی و انسان و با فضیلت ماست و البته چپ مارکسیست، منتها اهل فکر و فلسفه و اندیشه است و آثار خیلی خوب و مؤثری در این 30 سال اخیر در جامعه ایران داشته، آقای بابک احمدی که باید حتما شما بشناسید. یک بار ما ایشون رو در ایران که بودم سخنرانی دعوت کردیم تو دفتر ما، دفتر پژوهش‌های فرهنگی شریعتی سخنرانی داشت. در پرسش و پاسخ کسی از ایشون راجع به خدا پرسید، بعد ایشون در پاسخ گفت که ببینید، من به خدا باور ندارم. شما به خدا، شما که همتون اینجا نشستید خودشو میشناخت، حتی بنده امثال بنده رو که میشناخت، یه تعداد دیگری هم که بودن میدونست که وقتی اونجا آمدن در چنین جلسه ای تو دفتر بنده و امثال بنده وقتی آمدن اونجا، حتما از تیپ فکری ایمان دیگه، شما به خدا باور دارید، من به خدا باور ندارم. اما این بحث بیهوده ایست که ما با هم صحبت کنیم بگیم که خدا هست یا خدا نیست. نه من میتونم ثابت کنم به لحاظ فلسفی که خدا نیست، نه شما میتونید ثابت کنید، نه من میتونم ثابت کنم ماده اصالت دارد، ماده خود بسنده است، غیر از ماده چی نیست. من نمیتونم به لحاظ فلسفی ثابت کنم، شما هم نمیتونید خدا رو به لحاظ ثابت کنید که خدا مثلا هست. بنابراین نیازی نداره که در این زمینه با هم دیگه اصلا بحث کنیم، یعنی بحث بیفایده است، بحث بنبسته. خب امروز خیلی از افرادی که واقعا جدی فکر میکنن میاندیشن دیگه در این زمینه ها بحث نمیکنن. خود من درباره خدا دیگه اصلا در زمینه ها بحث نمیکنم، حالا شاید در ادامه بحث میاد صحبت. خب من متاسفانه در اینجا نتونستم که این قسمت اول بحث رو، بحث دین و علم رو در افکار آثار بازرگان بگم، ولی تا اینجا این رو عرض میکنم خدمتتون که مسئله دین و علم که امروز مطرح است، اول در اروپا مطرح شد، بعد در کشورهای اسلامی مطرح شد. کسانی بودن جلوتر از بازرگان در مثلا کشورهای اسلامی، کشورهای عربی مثل شبل شمیل، مسیحی،
عرض کنه طهطاوی یکی از متفکران آلمان مثلا مسلمان سنی ایران، خیلی ها، مرحوم حمید عنایت یک دو تا کتاب خیلی خوب داره، ایشون میدونید یکی از اساتید دانشگاه، یکی از استاد مثلا اندیشه سیاسی ایران بود پیش از انقلاب و دو تا کتاب نوشته که بعد از انقلاب ترجمه شد منتشر شد، یکی سیری در این فکر میکنم به فارسی نوشته شده، سیری در اندیشه سیاسی جهان عرب خودش به فارسی نوشته، یکی هم اندیشه های سیاسی اسلام معاصر که دو تا ترجمه هم ازش شده، یکی آقای خرمشاهی ترجمه کرد، یکی دیگه بعد از انقلاب اوایل دهه ترجمه شد. در این هر دو کتاب ایشون این سه متفکران رو در ایران و در کشورهای عربی به خصوص سیر در اندیشه جهان عرب اینا رو معرفی کرد. یعنی قبل از بازرگان این حرفا مطرح بوده. ما از دوران مشروطه رابطه دین علم داریم، علمگرایان داریم، از کسانی مثل شیخ هادی نجم آبادی، کسانی مثل تحریر العقلا، شیخ هادی نجم آبادی کتابی داره به نام تحریر العقلا، آزاد کردن عقل و عقلا و خردمندان، تحریر اینجا معنی آزاد کردن است. یعنی او هم میخواست که یه جوری بین دین و عقل رابطه برقرار کنه، مطابق سبک تقریبا سنتی. و بعد شاگرد ایشون تحت تاثیر ایشون قرار گرفت، نمیدونم شریعت سنگلجی و خیلی های دیگه همینجور آمد و تا به بازرگان رسید. بنابراین بازرگان در ادامه این تفکر بوده و بعد آبشخور فکری بازرگان هم طبعا یکی تخصصش بود، یعنی مسئله علم علوم دقیقه، علم ریاضی، علم ترمودینامیک، نمیدونم ماشین‌های حرارتی، تحصیلات فرانسه در اوایل قرن 20، در چند دهه اول قرن 20 تحت تاثیر اون متخصصش بود. بعدش هم از استادش ابوالحسن خان فروغی، همونجوری قبلا گفتم، در دارالعلوم مرکزی که خودش تو خاطراتش میگه بازرگان که من از او نگاه علمی به قرآن رو از او یاد گرفتم که بیاد با این داده های علمی آموزگارهای دینی رو توجیه بکنه. و بعدش هم که تحت تاثیر زمان است دیگه، حالا غیر از تخصص و غیر از استادش و اینها تحت تاثیر زمانه. من در مصاحبه‌ای که با ایشون داشتم بعدا منتشر شد ازشون همین سوالی کردم که چرا شما این بحث دین و علم رو از کجا آمدید مطرح کردید؟ ایشون به این نکته تازه ای در اونجا اشاره کرد، گفت وقتی که من از اروپا برگشتم اوج فعالیت های احمد کسروی بود. کسروی میگفت که دانش و کیش و دانش با همدیگه نمیسازه و من میخواستم نشون بدم که کیش و دانش با هم میسازه، یعنی میتوانی هم یک پزشک پیشرفته باشی، یک متدین هم باشی، یک ریاضیدان بزرگ باشی، یک دیندار بزرگ هم باشی، میتونی یک نمیدونم محقق امروزی هم باشی، میتونی عرض کنم که یه دیندار هم باشی. اتفاقا از منظر علم بهتر میتوانی به دین برسی، بهتر میتوانی از دین دفاع بکنی، بهتر میتونی که از معتقدات خودت حمایت کنی. این حرف بودی که بازرگان در اونجا در اون مصاحبه گفت که مصاحبه هم البته به سر منتشر شده. خب تا اینجا من این مطلب رو گفتم که زمینه های مثلا تلاش بازرگان برای سازگاری علم و دین، حالا اینکه بعد بازرگان کدام رو مقدم می‌داره، چه نسبتی به اینا برقرار می‌کنه و چه انتقادایی بهش وارد شده، ان شاءالله جلسه آینده خواهم گفت و تلاش می‌کنم که این بحث رو کوتاه‌تر مطرح کنم که بتونم به اون بحث‌ها بعدی هم برسم، چون اونها هم به اصطلاح طولانی خواهد بود. امیدواریم که جلسه آینده بتونم که این بحث رو تمامش بکنم که دیگه به جلسه بعد به اصطلاح منتقل نشه. بنابراین در همین جا این بحث نیمه تمام رها می‌کنم و وعده ما با شما انشالله تا جلسه آینده. خیلی متشکرم. همه شرکت کنندگان، دوستان عزیز و برجومن، من یکی دو سه تا نکته کوچیک هست. یکی اون در واقع نقد سیاسی که شاید بیش از بقیه باشه، بعد از زمان مصدق که خب جبهه ملی تشکیل شد، خب پدر و اینا آقای دکتر صابی و مرحوم پدر و اینا با آقای طالقانی عضو جبهه ملی بوده، ولی جبهه ملی همینطور که از اسمش معلوم هست یه جبهه بود که هم احزابی عضوش بودن، حزب مثلا مردم، حزب پانیرانیست بود، احزاب مختلف و یه عده هم به صورت منفرد شرکت کرده بودن.
خب بعد از اینکه کودتا میشه و به هر حال جبهه ملی هم برکنار میشه، جبهه ملی دوم تشکیل میشه و جبهه ملی سوم دیگه بیکار شده و مصدق هم دستگیر کرده بودن. در جبهه ملی دوم یه فکری به نظر میرسه، چون اینا مرحوم طالاقانی، دکتر صحابی، پدر اینا به صورت فردی بودن، ولی خیلی از اونا متشکل بودن و کل جبهه ملی رو در اختیار گرفته بودن. اون باند معروف بود، باند خنجی، حجازی، اینا همه کاره بودن. اینا تصمیم میگیرن که به صورت تشکیلاتی در جبهه ملی حضور پیدا بکنن. یعنی که از سال 41 وقتی که اون اعلام انقلاب شاه و ملت میشه، جبهه نهضت آزادی رو تشکیل میدن و یه نامه ای هم به مصدق مینویسن. مصدق هم در تبعیدگاه بوده، نامه مخفیانه به اون میرسونن که ما میخوایم یه همچی کاری بکنیم. در اون ابتدای مرامنامه نهضت آزادی نوشته بودن ما مسلمانیم و به عنوان تکلیف شرعی وارد در واقع مشارکت در امور مردم میشیم، دوم مصدقی هستیم و بعد ایرانی هستیم. یعنی خط سیاسیشون هم که در واقع تداوم بخش خط مصدق. و نهضت آزادی رو که تشکیل میدن و تلاش میکنن که روحانیت رو هم پاشو به سیاست بکشن. اون موقعی بود که آقای خمینی هم خیلی سفت و سخت به صورت خیلی مرتجعانه در برابر اون بند آزاد زنان و آزاد مردانی بود که شاه زنان رو میخواست حق رأی و اینا بده، آقای خمینی مخالفت میکرد و خیلی حالتهای بدی داشتن و اینا خیلی سعی کردن برن قوم با اون آقایون صحبت بکنن که آقا این پوست خربوزه زیر پای شما دارن میذارن، مردم که آزاد نیستن که حالا شما با حق رأی زنان مخالفت میکنین. یعنی یه تلاش های گستردهی کردن که به هر حال حضور در میدان سیاست، ایفای نقش برای نجات مردم، مشارکت در سرنوشت جامعه جزء اسلامه. خب یعنی مقداری نزدیک شدن به روحانیت، پای روحانیت هم از اون به بعد یه مقداری بیشتر باز شد توی سیاست. قبلا فقط مثلا بعضی از مراجع مثل زمان مصدق، آیت الله کاشانی استثناء بودن، اینا روحانیت به طور کلی برکنار بود. و اینی که در واقع به نام اسلام اون وقت تشکیل دادن، این یه مرتبه یک تغییر وزنی در جبهه ملی به وجود اومد. مصدق هم وقتی که این نامه رو خوند، یک متن بسیار در واقع خیلی قوی در تجلیل از این عمل، خیلی باعث حسادت و ناراحتی در رهبرهای دیگه جبهه ملی شد که چطور مثلا مصدق اینقدر علاقه نشون داده به این جریان و یه جایگاه مرتبه نهضت و مذهبی ها تغییر پیدا کرد. از اون موقع یک دشمنی به وجود آمد و جبهه ملی هم حاضر نشد نهضت آزادی رو بپذیره، در حالی که جبهه ملی یه جبهه است. خیلی هم به صفت حزب آمده بودن ولی گفتن نه، چون یه تندروهایی هستن، دکتر عباس شیبانی بود، نمیدونم کسانی بودن یه مقداری اینا، یا خود حنیف نژاد و گروه های جبون نهضت، اونا رو بهانه کردن که ما به صورت فردی در واقع طالاقانی و دکتر صابی و مهندس بازار. از اون موقع در واقع ریشه یک انادی با این جریان مذهبی بسته شد که اصلا اینا شما کمی که به نام دین حالا یک مرامنامه‌ای درست کردین، ما مسلمانیم، مگه ما غیر مسلمانیم؟ خب ما مسلمان هستیم، البته اونا مسلمان خب اعتقادی که نداشتن، ولی احساس کردن که وقتی تشکلی به نام دین پدید میاد، چون جامعه ما اون موقع اکثریتش مسلمان بودن، اینا خب مورد اقبال قرار میگیرن. خوب یادمه که چقدر اون موقع دشمنی ها و حسادت ها و بدخواهی هایی بود نسبت به این جریان که نمیخواستن که به نام دین وارد بشه دیگه. اونم ادامه پیدا کرد، شخصیت هایی از همون جبهه ملی که بعد هم تو اروپا و امریکا این آمدن، خیلی نقد های علیه نهضت که شما اصلا دین رو وارد این قضیه کردین، در حالی که خب هم به عنوان یه وظیفه دینی میخواستن مبارزه بکنن و هم این که تلاش کردن برای اینکه روحانیت رو وارد میدان بکنن، اونام حرف بزنن، انتقاد بکنن،
این احساس میکردن که خب باید باشه، همینطور که امروز هم خیلی تلاش میکنن که این روحانیت ساکت و به حرکت در بیارن، که اعتراض بکنن نسبت به این اعدام ها، بپیوندن به اعتصابات. اون موقع هم همچین چیزی بود. یعنی این نقد های سیاسی که فرمودن یه مقداری ناشی از اون ریشه تاریخی هستش که احساس کردن اگه نهضت این کار نکرده بود، روحانیت هم در واقع در میدان نمی آمد، خب ما بودیم فقط. اما از نظر علم و دین و اون پدر فکر میکردن که خب آیات خدایی که آیات ملفوظه، یعنی به لفظ در اومده، تورات، انجیل، قرآن، یکم آیات در واقع تکوینیه، آیات کون و مکان در واقع، و علم چراغ شناخته بود آیاته. یعنی آیات قرآن هم استناد میکردن که مثلا یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، اونا که علم داده شدن حقانیت این کتاب رو میفهمن. فرابون آیات زیادی توی قرآن هست، توصیه هایی که میکنه، مثلا 14 بار میگه برین سیر بکنید در زمین، سرانجام اقوام قبل از خودتون رو ببینید، پس داره تشویق میکنه که بریم به جامعه شناسی تاریخ رو بخونیم. کما ابن خلدون مثلا میگن اولین در واقع پایه‌گذار جامعه شناسی یا فلسفه تاریخ بوده در طول تاریخ، بعد از اون گرفتن اندیشمندان دیگه. خب در واقع با این دید میرفتن جلو، نه اینکه خب همه چی رو ما توجیه علمی بتونیم بکنیم. یعنی شناخت آیات خدا، آیاتی که تو طبیعت، گفتم بوده 600 تا آیه در قرآن راجع به طبیعت، آیات خدا در طبیعت هست. این همه میگه به زمین نگاه کنید، به آسمان نگاه بکنید، به رنگ های کوه ها نگاه بکنید، نمیده انواع اینها، بیشتر از این زاویه، نه که حالا با مسائل علمی بشه دین رو همه چیش رو اثبات کرد. اینم خب خیلی ها بر نمیتابن. آقای سروش هم از جمله خب ناپایداری علمی رو که مطرح میکنه، ایشون هم مخالفه با این دیدگاه هستش که این دوتا مقوله رو نباید با هم در واقع مخلوطش کرد. معنای عقل و اینا رو هم ایشون به گونه دیگه میدیدن که در واقع سه مرحله تفکر، علم، تعقل، یعنی در پدیده‌های طبیعت باید تفکر کرد، محصول تفکر علم، به کار بردن علم، یعنی نگهداری دستاوردهای علم، عقل میشه. یعنی اون چی که فهمیدین خب به کار ببرین دیگه. و خب رو اینا خیلی تأثیر داشتن و اصرار میکردن که خب باید رفت شناخت این پدیده‌ها رو به صورت علمی، این پدیده‌ها رو فهمید. اما اولین جزوی هم که نوشتن از خارج آمده بودن، حالا بگذاریم اون موقع ها میخواستن اثبات همین مسائل شرعی و اینا رو هم بکنن، اون کتاب مطهرات در اسلام که بعدها کسانی هم انتقاد کردن که مثلا درست نیست و اینا، میخواستن نشون بدن که توی این مسائل هم یه حساب و کتاب و یک در واقع علم و آشنایی هست، همینطوری نیست که یه حرفایی اون بزرگان هم زده باشه. من خیلی وقتون نگیرم، فقط خواستم تشکر کنم و اشاره کوتاه به این که به هر حال همطور که فرمودن هر کسی هر حرفی بخواد بزنه و فکری بکنه و نظری بده، لاجرم خب مسئله مطرح میشه. آدم ها که هم ثابت نیستن و با دیدگاه های مختلف، با بکراند های مختلف نگاه میکنن و هر کسی نظری داره. خودشون هم هیچ وقت ادعایی نداشتن که من هرچی میگم دیگه درسته و 100% مولای درزش نمیره. خیلی هم دعوت میکردن، استقبال هم میکردن. حتی اون کتاب سیر تحول قرآن هم یک کسی که یه نقدی داشت دعوتش کردن تو دفترشون، خیلی ازش استقبال هم کردن، تشکر کردن که تو نقد کردی و هر حال تبادل داشتن. تعصبی این که حالا هرچی گفتم درسته نبود درشون. هر حال ممنون و متشکر به سمت خودم. خیلی ممنون آقای بازرگان. با سلام خدمت آقای استاد اشکبری و آقای بازرگان، سپاسگزارم از این سخنرانی ارزنده. من سوالی که در خواستم از خدمتتون بپرسم این بود که این کتاب‌های آقای بازرگان مثل همین ذره بی انتها، آیا در زمان ما هم برای ما جذابیتی داره این کتاب‌ها، یا اینا یک مدت زمان خاصی داشتش دیگه الان یه جورایی وقتش گذشته؟ بعد یه سوال می‌خواستم از حضور هر دوتون بپرسم، به خصوص آقای بازرگان. واقعا دیشب می‌خواستم بپرسم این سوالو،
ولی به قول حافظ میگه زگریه مردم چشمم نشسته در خون است. این مقاله که اخیراً آقای نوید بازرگان در سایت زیتون نوشتن به اسم دوگانه سلطان و فقیه، نمیدونم شما دو بزرگوار این مقاله رو خوندین، بسیار روشنگری کردن. میخواستم ببینم نظرتون چیه، آیا مثلا یه آقای مثل بازرگان، مهندس مهدی بازرگان از این تاریخچه مطلع بودن؟ البته میدونم این سوال مشکلیه، شما نمیدونین ایشون چی میدونستن چی نمیدونستن، ولی بسیار مقاله جالبیه، دارم میخواست ببینم که نظر شما در مورد این مقاله چیه. من یه چیزی هم در مورد سیاست میخواستم بپرسم، ایرادهای سیاسی، ولی میذارم برای دفعه بعد، چون فکر کنم قرار دفعه بعد اینو شما کاور کنید یا پوشش بدید. سپاسگزارم. بله شما اشکالی میفرمایید. خواهش میکنم. بله من اول بگم خیلی ممنون از آقای مهندس مطلب که گفتید، حالا هم خودم گفته بودم شما بشاره کرده بیشتی مثلا یادم آمد بگم. فکر میکنم این رو مرحوم شریعتی نقل میکرد، شریعتی نقل میکرد میگفت پدرم از پدرش نقل میکرد، میگفت در قدیم وقتی که خب اولین بار قطار که آمد در ایران، قطار بین شابدالعظیم و تهران رو بین شابدالعظیم و تهران گذاشته بودن برای اینکه علما بگن که بابا با این قطار چیز بدی نیست، با این میشه شابدالعظیم میشه رفت زیارت هم میشه کرد، برای اینکه علما مخالفت نکنه، صدای وا اسلام بلند نکنه. عرض کنم چون واقعا تاریخ حالاشون اشاره کرد به تاریخ روحانیت، تاریخ روحانیت متاسفانه تاریخ تاریکی است. حالا تاریک روشن من چندی پیشم تا همه زیتون هم نوشته بودم، هم تاریک داره هم روشن، فقط تاریک نبود. به این چیزی بوده که بنده و امثال بنده در رون پیش از انقلاب نمیدونستیم و مهندس بازرگان هم به نظرم خیلی چیزها رو نمیدونست. حالا بعد بهش اشاره میکنم. بعد میگفت وقتی که این قطار که اون موقع میگفتن ماشین دودی، قطار هم نمیگفتن، چون وقتی که رام میفتاد بازغالسن که وقتی که کار میکرد به اصطلاح دودش بلند میشد همه جا رو سیاه میکرد، بزن ماشین دودی. میگوی این ماشین دودی تا زمانی که ایستاده بود کسی که کاری باش نداشت، اما وقتی که را میفتاد بچه ها سنگ میزدن به این ماشین دودی. بعد شریعتی از اما از هر چیزی یک چیزایی خیلی کوچولو کوچولو، شما بهتر از من میشناسید، چون رو از شیشه داستان درست میکرد و یک نتایجی میگرفت و برداشتای جالب میکرد. میگو وقتی که تا زمانی که هیچ نقشی تو جامعه نداری، مثل ماشین دودی و جای ایستادی، کسی کار به کار بهت نداره، اما وقتی راه افتادی اون وقت از هر طرف به سنگ میزنن و این آمده کاملا طبیعی، اصلا اجتناب ناپذیره، بنابراین از سنگ اندازی نباید نگران، اتفاقا نشون دهنده اثرگذاریه از این منظر. البته این معنیش نیست که آدم مغرور بشه بگه خیلی خوب حالا چون به من فحش میدن پس بنابراین. باز خود شریعتی هم راجع به کتاب شهید جاوید میگه این کتاب من خوندم و خیلی تعریف کرد این کتاب چه و چه، البته آخرش میگه من متاسفانه با نظر صاحب این نظریه موافق نیستم. میبینید در اونجا از نقاط قدرت آقای صالح نجف آبادی میگه این کتاب که تازه منتشر شده از هر طرف بهش فحش میدن و اتفاقا قدرت این کتاب به همون فحشایی است که بهش میدن. گاهی واقعا همینجوریه، منتها این معنیشی نیست که الان فحش حدمه حتما اون طرف مغرور بشه بگه هرچی من گفتم پس درسته. که ما از بازرگان حالا من انشالله خواهم گفت، خاطرات خودم هم خواهم گفت، چقدر مثلا ایشون در اینجور بحثا و مواضع متواضع بود، میشنید حرفای دیگران رو. در ارتباط با کتاب های بازرگان اصولا یه قاعده وجود داره، چه بازرگان باشه چه شریعتی باشه چه نمیدونم هر کسی باشه، بعضی از حرفها و گفته ها و آثار تاریخ مصرف داره، بعضی ها نداره. میشه اینا رو به یه شکل حالت اینکه بوده سلیقه‌ایه، ولی میشود با توجه به نمونه‌های تاریخی و مراجعاتی که مردم میکنن اینو میشود تا حدودی این رو مشخص کرد. در ارتباط با کتاب ذره‌ای بی انتها و کتاب سیر تحول سیر تحول قرآن و راه طی شده و چند تا آثار با مثلا گمراهان که اون روی اون تمرکز کردم من، و اینجور چیزها به نظر من هنوزم خوندن داره، هنوزم قابل استفاده است. منتها مسئله این است که شما در چه فضایی فکر میکنید. صرفا تو بحث فلسفه صدرایی فکر میکنید ممکنه که براتون جذاب نباشه، صرفا تو بحث های حوزوی فکر میکنید و فقه و اصول و اون چیزها ممکنه که اصلا همینجور گفتم اون زمان علما نمیفهمیدن الان نمیفهمن. اما اگر واقعا همون دیدگاهی که خود مهندس بازرگان داشت، الان آقای مهندس عبدالعلی بهش اشاره کردن، معتقد باشید که علم و دانش بشری
یا تجربه بشری که امام علی میگه تجربات فوق العلم، اینها هم راهنمای شما هست، اینها هم راهی رسیدن به خدا هست، راهی رسیدن به دین هست، راه روشنگری هست. بله، در اون زمان به نظر من این کتاب رایته شده یا عشق و پرستش یا معصوم بزرگان 5-6 تا کتابایی داره که به نظر من تاریخ مصرف ندارن، یا لاقل فعلا تاریخ مصرف ندارن، تا اینجا تاریخ مصرفشون تمام نشده، میشه از اینا استفاده کرد. حالا جدایی از اون دیدگاهایی که مثلا جنبه اجتماعی داره، سیاسی داره، مثل خدا و آخرت یا چیزایی رو هم که خب میشه بعد در حاشیه‌اش مطرح کرد. اما مقاله آقای نوید بازرگان رو باید بگم متاسفانه تاکنون فرصت نکردم بخونم، چون خیلی طولانی بود، برای منم جالب بود. هم خب نویسنده‌اش رو می‌شناسم، آقای دکتر نوید بازرگان، ایشون خب ادیب هستند و ادبشناسند و عرض کنم که در این زمینه تبحری دارن، خوش قلم است و خوش فکر، می‌شناسم. خب آدم وقتی نویسنده ای رو می‌شناسه بیشتر شایق میشه که بره بخونه، و گذاشتم جزء برنامه‌های خودم. و بعد هر بار که نزدیک شدم خواستم بخونم، دیدم فرصت نمی‌کنم، باید حداقل 1-2 ساعت وقت داشته باشم بخونم، از این جهت نخوندم. ولی کم و بیش از همین عنوانش میشه فهمید که ایشون یه خورده به تاریخچه علما پرداخته و اونجا اشاره کرده که مثلا آقا نجفی اصفهانی چگونه بوده، علمای دیگه سید اصفهان شفتی چگونه بوده، چه اینا چیزایی بوده که حالا بنده و امثال بنده که موقع نمیدونستیم. و از جمله خودم یکی از انتقادایی که دارم، انتقاد که نمیشه گفت، یعنی میگم ای کاش اینجوری میشد، کسانی مثل بازرگان شریعتی به نظرم با توجه به تخصصش در تاریخ و جامعه شناسی و اینا یه خورده بیشتر روحانیت میشناخت، ولی مهندس بازرگان نه، تا دوران پیش از انقلاب عرض کنم که شناخت تاریخی جدی، حالا آقای بازرگان عبدالله میتونه تایید کنه یا تکذیب کنه، ولی از آثار و افکارش اینجوری برمیاد که نسبت به روحانیت و نهاد روحانیت و تاریخچه روحانیت، به اونچه که زیر پوست روحانیت میگذره، آگاهی تاریخی چندان جدی نداشت، و اگر میداشتن به نظر من در دوران انقلاب به گونه دیگه عمل میکردن. طالقانی خب به بازرگان گفته بود، حالا من به نخست وزیر میرسم اونچونه که نقل شده، گفته بود که مثلا کسی که بیشتر از همه اصرار داشت که ایشون نخست وزیر بشه، یکی مطهری بود، یکی دکتر یزدی بود. اما آقای طالقانی گفته بود بابا من اینا رو میشناسم، تو رو هم میشناسم، میدونم که تو نمیتونی با اینا کار کنی، پس بنابراین نپذیر. ظاهرا تنها کسی که مخالف بود از یک آخوند بود، آقای طالقانی بود که به اصطلاح مخالف بود. حالا بعد صحبت خواهم کرد که بازرگان مثلا حق بود بپذیره یا نپذیرین، ایرادی که وارد هست یا وارد نیست، میشه بعد انشالله جلسه آینده صحبت کرد. ولی بگم من یکی از انگیزه های خوشبینی بازرگان این بود که روحانیون رو نمیشناخت، به همین دلیله که بعد از انقلاب هم صادقانه گفت ما باران خواستیم سیل آمد. خب اگه در گذشته آگاه تر بودن، تاریخ روحانیت خونده بودن که بابا از زمان صفویه اینا آروم آروم به قول معروف به طور خزنده در فکر تسخیر قدرت حکومت سیاسی بودن، صحبت آقای خمینی نیست، صحبت دیگر نیست، حتی اون آخوندهایی که ظاهرا حکومتی نبودن مثل آقای بروجرد دیگران، من خودشون رو موافق به حکومت میدیدن. به نظر من این تنبه آگاهی رو نه بازرگان داشت، نه دکتر صحابی داشت، و خیلی از روشنفکران چپ راست مذهبی غیر مذهبی در اون زمان نداشتن. اگر داشتن یه جور دیگه عمل میکردن، این تصور منه. حالا انشالله آقای بازرگان هم میگند و بعدش هم که خودمان هم در جلسه آینده انشالله در بارش مفصل تر صحبت. بله، این مقاله رو ایشون خوب فرستاده بود، اما بر من کمی نگاه بکنم ببینم اگه مناسبه بفرستم برای زیتون. مقدمه اینا نداشت، گفتم هم مفصله و هم مردم خیلی حوصله ندارن که رابطه بین ذل و سلطان آقا نجفی چه میدونن چیه. یه مقدمه بنویس در ارتباط با مسائل جاری که چگونه دین و دولت و همه چی یه پارچه شده، هدف چی هستش. یه مقدمه هم نوشت و خب چاپ شد، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، ظاهرا دیدم جزء پرخواننده ترین مقالات زیتونم بود، حتی یه کلاب هاس هم گذاشتن راجع به این موضوع، 2500 یا 3500 نفر تو کلاب هاس شرکت کرده بودن، موضوع کلاب هاس همین مقاله بود در واقع. خب خیلی مستنده، یعنی چیز شخصی نیست، ایشون از خودشون ننوشتن، از کتاب ها و گزارش هایی که راجع به برازل و سلطان، برادر ناصرالدین شاه بودی که برادر بر حال اون، چون از یه مادر صیغه‌ای بوده نمیشده اون شاه بشه. ببخشید پسرشون بودن که بله پسر چیز بود، ولی نمیتونست که شاه بشه.
بنابراین اون اصفهان هم اون موقع اصفهان و شیراز و شاید بخش عمده‌ای از ایران زیر نفوذ اون بود، ارتش برای خودش داشت و ولی مجبور شد به در واقع برادر کوچیک خودش تمکین بکنه، به هر حال اون شاه شد دیگه، ولی قدرت فوق‌العاده داشت، با عرضه بود و آقا نجفی هم برای خودش قدرت مذهبی بود و این دوتا چگونه قلمرو به خودشون رو داشتن و چه جنایت هایی میکردن. خب اون موقع دیگه دنیا هم کم و بیش همی جوریا بود دیگه، مردم هم در وست وابسته به روحانیت بودن و کسی هم ایرادی نمیگرفت. خب اینا رو بعد نشون داده، حالا هم شفتی رو اون دیگه خیلی عجیبتر از آقا نجفی و بعد یکی دیگه هم در شیراز. خب اینا مستنده، حرف خودشون نیست، اینا تونسته اینا رو جمع‌آوری بکنه، گزارش بده که اینا وقتی قدرت در اختیارشون بوده برخلاف ادعاهای دینی اصلا رحمی نداشتن به هیچ کسی، به هر قیمتی اراذل و اوباش، اصلا لشکری از لباس شخصی ها اراذل و اوباش داشتن، هر کسی رو میخواستن پدرشان در میآوردن و کشتن آدم ها مثل آب خوردن بوده براشون، گرچه خب مقامات دینی رو نداشتن. مقاله خیلی برحال اینفورماتیو، خیلی خوبه خوندنش، آدم بفهمه چه خبر بوده. بله ایشون خب بیشتر علاقه‌اش هم به همین چیزهای تاریخیه و ادبیات و عرفان ایران و بله در حال به نظر بنده هم خیلی خوندنیه، جای تأسف هم از آدم میفهمه حالا چرا روحانیت آقای خامنه یا دیگر این کار رو میکنن، آدم زمینهای تاریخیش رو میبینه که در درون خودشون چطور به خودشون حق اعمال قدرت همش هم به نام دین و برای حفظ شریعت حقه و نمیدونه همه اینا توجیه داره دارشون دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من تشکر میکنم از حضرت عالی و سخنانان محترم جناب آقای اشکبری عزیز و مهندس بازرگان عزیز. من دکتر سبز هستم، متخصص گوش حلق و بینی، ولی خب تقریبا 45 ساله، ولی خب اونس دراز آهنگی با آثار نواندیشان دینی دارم، تقریبا از دوران دبیرستان شریعتی متحری سروش هرچ به دست اومده تقریبا خوندم. و همینجا البته بگم هم که علاقه خاصی دارم جهت ارتباط با بنیاد، انشاءالله بتونیم در برنامهاتون شرکت کنیم. من تقریبا جلسه دوم هست که به صورت اتفاقی تو کانال تلگرامی متوجه شدم چنین برنامه هست. حالا اگر علاقمندم هستم اولم شهادتینمو جاری کنم، تقریبا 8-9 سال هست که تفسیر جناب مهندس بازرگان و موقع سحر گوش میدم و تقریبا 2-3 هم تا الان گوش دادم. به شوخی هم بعضی وقتا بچه‌ها میگم حرفای آقای مهندس باید با شکم پر گوش داد، حالا اینم شوخی که با آقای مهندس دارم. عرض کنم به خدمتتون که حالا با توجه به اتفاقی که دیروز افتاد، من باز به در واقع سوره مائده و تفسیر جناب آقای مهندس برگشتم، همون آیه 33 که مسئله مبتلا به جامعه ما هست و دیروز همون اتفاق در واقع اعدام اون جوان اتفاق افتاده بود. واقعیتش اینه که چون این بحث‌های خارج از دینی هم هست، یعنی یه جورایی ما مفاد دیگه با همکاران حتی که پزشک هم مثلا بحث می‌کردم، من علاوه بر تفسیر آقای مهندس به دو تفسیر مهم المیزان و در واقع نمونه برگشتم و از اونا هم اسکرین‌شات گرفتم و خدمت همکاران دادم. از اون دلایل چهارگانه‌ای که هم علامه و هم در واقع مکارم صحبت میکنن، هیچ بحث در واقع اعدام و محارب و اینا تو اونا هم حتی با اسلام سنتی و فقاهتی هم در نمیاد، یعنی واقعا حالا این مهندس بیشتر توضیح میدن. البته من با اینکه میگم هنوز خیلی به این بحث علاقه‌مندم و انشاءالله پیگیری میکنم، منتها واقعا به عنوان یکی که در واقع نوگرای دینی رو پیگیری میکنه، کتاب مهندس اشکبری خونده، سروش رو خونده یا حتی بابک احمدی دیگران رو خوندم، این سوالات هست. حالا تقریبا شاید همون حرف آخر مهندس بازرگان من میتونم بزنم، تقریبا ما از نظر خودم البته با فیدبکی که از جامعه میگیرم شاید آخرین نسلی باشیم که در واقع به این مباحث نواندیشه دینی توجه داریم. همون مثال معروفی که نقل قولی است از علامه که انقلاب اسلامی یک شهید داشت و اونم اسلام بود. خب من به بحث‌های مهندس که برمیگردم، خب بحث‌های خیلی خوبی هست، ما هم علاقه‌مندیم، منتها نمیدونم چقدر ما دچار خطای آناکرونیسم نشیم و در واقع آیا مثلا اگه از جن صحبت میکنیم این جن همون جنیه که مثلا در صدر اسلام دیده میشد، یا وقتی مهندس به سوره نساء ارجاع میدن
اون بحثی که هست میگن مثلا شما لاویانی نگاه کنید ببینید چجوری هست و حق زن چجوری بوده. خب اینو منم قبول دارم. یا بحث سوره صافات و ملک و اینا، بحث فرشتگان که هست، کمربند آلن، خب بحث‌های جالبی یا شهاب ثاقب، ولی چقدر واقعا ما میتونیم اینها رو در واقع به درستی بفهمیم و درک کنیم و به دیگران بفهمونیم و یعنی در واقع از این اجتهاد در فرو بیایم بیرون به قولی؟ و آیا به نظر نمیاد یه مقدار نو اندیشه دینی نیاز داره که در اصول به صورتی اجتهاد کنه؟ مثلا بحث صلب و نمیدونم معنی که مطرح میشه، خب به نظر میاد اصلا این اشتباه بوده، یعنی فهمی که ما داشتیم بالاخره اشتباه بوده، حالا چقدر ما به تفسیرش بپردازیم. یعنی آقای مهندس دغدغه دینداری داره، همون دغدغه‌ای که ما هم پاس می‌داریم، ولی وقتی که به خلیت میرسه، مثلا بحث قطع دست ساقه، خب بحث خلیت رو مطرح میکنه. خب بحث نوینی هست، نمیدونم چقدر با توجه به شأن نزول آیات هم که بالاخره در جریان هستیم همه، چقدر این قضیه میتونست درست باشه و چقدر میتونیم مثلا به اون اتکا کنیم. و از این بابت هست، یعنی دوستانی که من فیدبک دیروز داشتیم تو گروه ها و من اینا میگفتن بابا این دیگه حرفای روشن فکر دینی چیه، خودت هم میفهمی داره چی میگی. یعنی میخوام بگم اینجوریه فضایی که واقعا تو جامعه داریم. یا اون بحث علم الدین که پیش اومده، شاید حالا من بحث مفصلی هم هست که ما مدل کانتی رو مطرح کنیم یا مدل لاکاتوش که میگه در واقع ما یک کمربند سخت داریم، یک کمربند محافظتی و هسته سخت، که میتونیم به اون بحث بپردازیم و بحث های نواندیشی رو هم توجیه بکنیم. ولی واقعیتش اینه که اون بحث اخلاقی که مطرح میشه شاید همون بحثی بود که لویناس بعد از آشویتس هم داشت، که میگه بعد از اون اتفاقاتی که در واقع در آشویتس افتاد، این جنایت هایی که اتفاق افتاد، خدا کجا بود؟ و حتی به شوخی هم میبینیم، من حالا چون در ایران هستم اینا میبینم پیامش هست، میگن که به اصطلاح به نظر میاد بهترین تماشاچی در این موقعیت خداوند مهربان رحیم باشه. یه جوری همون بحثی که در تاریخ جهانگوشای جوینی هست که وقتی که مغول ها میان و همه جا رو میگیرن، بعد در واقع اون عالم میگه که خاموش، که باد استغنای بی‌نیازی خداوند وزیدن گرفته است. یه بحثی هم در آقای مهندس، چون من به قول دکتر شهرتی میگه حرفای آخر بعد اول زد و شاید فرصتی نباشه، هرچند که میگم دوست دارم از طریق مجری محترم وصل بشم به بنیاد. من باز دیروز هم چون دفعه قبل هم در این مورد بحث شد، باز به مقاله مرحوم بازرگان برگشتم و آخرت خدا کامل خوندم، نقدهایی هم که بود باز مطالعه کردم. خب بحث های مثل آی مرحوم منتظری که بیشتر در واقع اخلاق مدارانه بوده، مرحوم غربی هم که در واقع مهندس نظرشونی که اعتمالا مقاله درست نخوندن، یکی از مقالات خوب خب همون انتقادات جناب آقای آقا اشکبری بودن به تعبیری، حالا بگیم. خب من اینا مطالعه کردم، چون خودشون هم اونده فهمودن شاید حضور ذهنی نداشته باشن، احتمالا باز برگشتن به مقاله. واقعتش اینه که ما الان بعد از 29 سال که از اون مقاله میگذره میفهمیم که در واقع شاید حالا کاری نداریم به اون انتقادی که دکتر سروش میکنه، که من از زمان هم درست هست، ولی واقعیتش همینه. یعنی ما الان به همون جا رسیدیم که این مبحثی که مهندس بازرگان به درستی مطرح کرده و کسی که سالها خودش جنگیده در این راه و شاه با فرعون مقایسه کرده، بیدادگاهش رو با بیدادگاه در واقع ساحران و فرعون مقایسه کرده، به این نتیجه رسیده. و چه اشکال داره که ما در واقع اونو بس بدیم؟ من فکر میکنم یه مقداری ما خودمون هم سعی میکنیم به انتقادات از خودمون نپردازیم و این فکر میکنم یه بنبستی هست، چون بالاخره ما ممکنه فهم داشته باشیم از زبان و بیان همدیگه، ولی فکر میکنم در جهان کنونی اصلا از این حرفای سروش هم گذشته شده. یعنی شما حتی مثلا حرفای سروش دباغ که خیلی نواندیشان است، اونها هم فهم نمیشه. و نمیدونم بگم متاسفانه چه لفظی بذارم، تقریبا همون حرف رو باز تکرار میکنم، شاید ما آخرین نسلی باشیم که این حرفا رو هضم و درک میکنیم و اون چیزی که اینجا واقعا میبینیم داره قربانی میشه خود اسلام و دین و مذهب هست و راهی نیست که برگردیم به همون حرف مهندس بازرگان. حالا اگر جناب آقای اشکبری هم باز صحبتی در مورد مقاله داشته باشن، خب ما هم میشنویم و استفاده میکنیم. ببخشید بس به دوازا کشید، متشکرم. نه من حرفی ندارم، اینا رو انشالله در دفعه بعد خواهیم گفت. و خب شما مطالب مختلفی مطرح کردن، احتمالاً جلسه آینده فرصتی پیش میاد که در این زمینه ها صحبتی بشه. فقط میخوام اگر اجازه بدید، چون که 2 ساعت شده جلسه هم تموم شد، اگر احیانا کسان دیگری موندن، چون بحثم نیمه تمامه، جلسه آینده به پرسش و پاسخ بپردازیم. البته اگر آقای بازرگان نظری دارم بدن. نه من حرفی فعلا ندارم بزنم. خب در این وقت کم
اولا خیلی خوشحال شدیم، به هر حال خوبه خیلی بیشتر استفاده بکنیم از این دوستان، به هر حال هم متخصص و پزشک و به هر حال مطلع از این مسائل مختلف، ما استفاده بکنیم از نظریات شما، حالا در این جلسات هستش یا از طریق ایمیل اگر مباحثی مطرح هست، اشکالات و نکاتی رو میخواین مطرح بکنید هم استفاده میکنیم ما و هم توضیح لازم باشه خدمتون میدیم. به هر حال برای ما خیلی جالب بود که از ایران هم برای همت کردید، پیوستید و در جریان همه امور هستید، خب جای خوشبختی است و ما هم چون دور هستیم خیلی استفاده میکنیم که شما که اونجا حضور دارین و دستی از نزدیک بر آتش دارید، به هر حال نکاتی رو که ما بی خبر از گشت مونده باشیم شما تذکر بدین، به هر حال ما من نظریاتون استفاده بکنیم. حالا مسائلی که مطرح کردیم خیلی متعدده و در این وقت کم پاسخش نمی گنجه، حالا من ایمیل لازم بدونید از ایشون میتونید بگیرید، از طریق ایمیل میتونیم ارتباط داشته باشیم و به هر حال شرحی اگه در ایرادی اشکالی در بعضی از مسائل هست خدمتون توضیح میدم. خیلی متشکرم.